کتاب ششم، مقدمه مترجم. سقراط از آنچه در پایان کتاب پنجم گفت چنین نتیجه می‌گیرد که چون تنها فلاسفه علم به عدالت مطلق و کلیه حقایق ثابت دارند، آنانند که اصول قانونگذاری و حکومت را می‌توانند چنان که باید و شاید درک کنند، و چون عاشق حقیقتن به ضروری همه محسنات را نیز مانند سرعت فهم و همت و شهامت و اعتدال دارا هستند و بنابراین تنها آنان را میتوان شایسته زمامداری دانست. آدیمانتوس ایراد میکند که هرچند این استقلال سقراط عقلا درست است، ولی تجربه آن را تایید نمیکند، زیرا آنچه در عمل مشاهده میشود این است که فلاسفه در جامعه مردمانی بیکاره و یا فاسدند. سقراط این ایراد را میپذیرد، منتها با این تذکر که عاطل یا فاسد شدن فلاسفه تقصیر خودشان نیست، بلکه تقصیر جامعه است که در انتظاری که از زمامداران خود دارد خطا میکند و چنین میپندارد که زمامدار باید بر طبق دلخواه توده مردم رفتار کند. در این صورت البته کار به دست مردمان جاه طلب و بیمایه میافتد و دیگر مجالی برای فیلسوف واقعی باقی نمیماند و آنان که در راه فلسفه قدم می زدند با مشاهده این وضع ناچار از جاده صواب منحرف می شوند به جز معدودی. اما با این حال دلیلی نیست که جامعه همیشه در این اشتباه باقی بماند، مخصوصا اگر تدریس فلسفه به طرزی اصلاح شود که فلاسفه مورد اطمینان و احترام جامعه قرار گیرند. آن روز است که جامعه به صلاح کار خود واقف شود و شهر مطلوب تحت حکومت فلاسفه به وجود آید. اینجا سقراط نظر خود را درباره طرز تحصیل فلسفه بیان می کند و مخصوصا تذکر می دهد که این کار ایام جوانی نیست، بلکه باید در دوره بلوغ و پس از تکمیل پرورش بدنی و فکری آغاز شود و شاگرد فلسفه باید سالها در این تحقیق، ممارست و تعمق به خرج دهد، زیرا وی باید علاوه بر فضایل و هنرهایی که مطلوب خواص است، معرفتی را کسب کند که از همه آنها شریفتر و بالاتر است و در حقیقت بیان معرفت هیچ قسم از دانش ارزشی ندارد و آن عبارت از معرفت خیر مطلق است. یعنی نه علم به آنچه در این جهان صفت خوب به آن اطلاق می شود، بلکه علم به اصل و منشأ خیر مجرد. اما خیر چیست؟ آیا چنان که بیشتر مردم تصور می کنند خیر عبارت است از خوشی و درک لذات و آسودگی از رنج و تیمار است؟ نه، معنی خیر این نیست، بلکه آیا به طوری که برخی دیگر عقیده دارند خیر عبارت از فهم و ادراک است؟ این هم درست نیست، زیرا اگر از اشخاص بپرسیم ادراک چه چیز، جواب می دهند ادراک خیر، و این البته دور است. پس خیر مطلق چیست؟ سقراط خود را قادر به تعریف خیر مطلق نمی داند و می گوید چون مقام خیر برتر از آن است که بتوان آن را مستقیما بیان کرد، بهتر است به وسیله غیر مستقیم به آن مفهوم نزدیک شویم. بنابراین تشبیهی به کار می برد و ضمن آن که برای توضیح معقولات استفاده از محسوسات می کند، اساس این تشبیه گفتگو درباره خورشید است، به این معنی که در مورد محسوسات خورشید است که با روشنایی خود آنها را مرئی می سازد و به چشم انسان توانایی مشاهده آنها را می دهد و در ضمن نشو نما بلکه صرف وجود اشیاء نیز از خورشید است. به همین قیاس در عالم معقولات نیز خیر مجرد و مطلق است که حقایق ثابته و صور علمیه را آفریده و قابل ادراک ساخته و به نفس انسانی قدرت دریافت آن حقایق را بخشیده است. این تنها تعریفی است که سقراط درباره خیر به دست می‌دهد. در دنبال این تشبیه، برای اینکه رابطه میان محسوسات و معقولات روشن‌تر شود، سقراط فرضیه دیگری به کار می‌برد و آن عبارت از خطی است که به دو قسمت غیر متساوی تقسیم شده باشد. قسمت کوچکتر نماینده عالم ظاهر است و قسمت بزرگتر نماینده عالم معقولات، و هر یک از آنها نیز دو جزء دارد. در عالم ظاهر یک جزء چیزهایی است که به قوه باصره دیده می‌شود و جزء دیگر عکس و سایه و شبه آنها. همچنین در عالم معقولات یک جزء صور علمیه و مثل است که حقایق ثابته جزء آن نیست و جزء دیگر گویی سایه و شبه آن صور است که وسیله استدلال منطقی درک می شود و این استدلال رویه ریاضی است. باری به وسیله این خط فرضی سقراط چهار نوع دانش را از یکدیگر تمیز می دهد که به ترتیب اهمیت از این قرار است: اول علم که موضوع آن صور و حقایق ثابت است، دوم استدلال که به اشباه آن حقایق پی میبرد، سوم عقیده که موضوع آن تعینات مرئی و محسوس است، چهارم حدس که موضوع آن عکس و سایه محسوسات یا تخیلات است. علم به شریفترین موضوع یعنی حقایق ثابته و مخصوصا اصل خیر فقط به وسیله فن مذاکره که در اصطلاح افلاطون همان فلسفه است حاصل میگردد. گفتم ای گلاکون، این گفتگوی طولانی که خالی از اشکال هم نبود بر ما آشکار نمود که چه نوع مردمانی فیلسوفند و چه نوع اشخاص فیلسوف نیستند.
گفت شاید اگر گفتگوی ما کوتاه‌تر از این بود مقصود حاصل نمی‌شد. گفتم شاید، اما به گمان من اگر ما فقط به این یک مطلب نظر داشتیم بیان این موضوع از این هم روشن‌تر می‌شد، ولی بحث ما به ناچار متضمن بسیاری مسائل دیگر هم بود که هنوز هم باید مورد توجه قرار دهیم تا معلوم شود که بین زندگانی شخص عادل و شخص ظالم چه فرقی است. گفت پس اکنون موضوع بحث ما چیست؟ گفتم باید از آنچه گفتیم نتیجه منطقی بگیریم، حال که دیدیم فلاسفه کسانی هستند که وجود ابدی و لایتغیر را درک می نمایند و آنان که از این ادراک عاجز و در وادی کثرت و تغییر سرگردانند در خور این عنوان نیستند. از تو می پرسم که زمامداری شهر را به کدام یک از این دو دسته باید واگذار نمود؟ گفت چه بگویم که جواب شایسته‌ای داده باشم؟ گفتم آن دسته‌ای که به عقیده ما قادر به حفظ قوانین و سنن شهر می باشند باید به زمامداری منصوب شوند. گفت حق با توست. گفتم اگر کسی بخواهد برای چیزی از آن خود پاسبان پیدا کند، آیا ممکن است که در انتخاب بین کور و تیزبین تردید نماید؟ گفت نه. گفتم کسانی که از درک وجود حقیقی محرومند نمی توانند احکام زیبایی و عدل و نیکی را چنان که در این عالم تحقق پذیر است دریابند، زیرا نه در باطن خود ملاک و نموداری برای پی بردن به آن احکام دارند و نه حقیقت مطلق را مشاهده می توانند کرد، تا مانند نقاشی که به اصل چشم دوخته و از روی آن تصویر می سازد همواره به مرجع اصلی برگشت کنند و با دقت تمام از آن سرمشق گیرند. بنابراین چنانچه احکامی که ذکر کردیم هنوز وضع نشده باشد، اینان از وضع آن عاجزند و چنانچه قبلا وضع شده باشد از عهده حفظ و حراست آن بر نخواهند آمد. حال آیا به نظر تو این اشخاص بر کوران رجحان دارند؟ گفت نه، به راستی اینها بر کوران چندان رجحانی ندارند. گفتم آیا شایسته است که ما اینها را به زمامداری شهر برگزینیم و از آن کسانی که به حقیقت وجود پی برده‌اند چشم پوشیم، خاصه به علم به اینکه اینها از حیث تجربه و هر نوع حسن دیگر هم چیزی از آن دست کم ندارند؟ گفت اگر اینها از دیگران چیزی کم نداشته باشند، انتخاب دیگران به عوض آنها از خرد دور است، زیرا اینان بر دیگران از حیث علم رجحان دارند که آنها خود از هر چیز مهمتر است. گفتم حال هنگام آن است که ببینیم به چه طریق ممکن است هر دو شرط علم و تجربه در افراد واحد جمع شود. آیا اینطور نیست؟ گفت چرا؟ گفتم همانطور که در ابتدای این بحث گفتم، اول باید طبیعت این افراد را به خوبی درک کنیم و وقتی در آن باب هم عقیده شدیم، به گمان من نیز بر ما معلوم خواهد شد که این شرایط ممکن است در فرد واحد جمع شود و زمامداری شهر را جز به چنین افراد نباید تفویض نمود. گفت چطور؟ گفتم اول باید قبول کنیم که نفوذ حکمت دوست همواره عاشق علمند، زیرا به وسیله علم است که می توانند شمه ای از وجود حقیقی را که از دستبرد کون و فساد مصون است درک کنند. گفت این را قبول می کنم. گفتم همچنین باید تصدیق کنیم که اینها وجود حقیقی را به تمام طالبند و از هیچ جز آن چشم نمی پوشند، چه کوچک باشد و چه بزرگ، چه عالی باشد و چه دانی، زیرا اینها حکم همان طالبان جاه و مقام و عاشقان را دارند که لحظه پیش بیان کردیم. گفت راست است. گفتم اکنون یک صفت دیگر ذکر می کنم. ملاحظه نما آیا لازم نیست که کسانی که صفات آنان را بیان کردیم دارای این صفات هم باشند؟ گفت آن صفت کدام است؟ گفتم آن صفت همانا راستی است و اراده انسان به اینکه هرگز دروغ را دانسته نپذیرد، بلکه از آن بیزار و به راستی عاشق باشد. در اینجا زیر نویس داره. در اصطلاح فلسفه افلاطون دروغ غالبا معنی مخصوص دارد که برای مفهوم امروزی آن کلمه نیست، بلکه بیشتر معادل جهل و نادانی است. مثلا افلاطون سیاستمدارانی را که از حقیقت غافل باشند دروغگو می‌خواند، اما آنهایی را که به نفع جامعه اظهاراتی برخلاف حقیقت بنمایند دروغگو محسوب نمی‌کند. ادامه مطلب. گفت ظاهرا چنین است. گفتم دوست عزیز، این تنها حکم به ظاهر نیست، بلکه قهری است که کسی طبیعت عاشقانه دارد آنچه را که با محبوب او تجانس یا نسبت داشته باشد دوست بدارد. گفت درست گفتی. گفتم اما راستی منتهای تجانس را با حکمت دارد. آیا می توان چیزی پیدا کرد که با حکمت متجانس تر باشد؟ گفت ابدا. گفتم پس آیا ممکن است که طبیعت واحد در عین حال هم عاشق حکمت و هم عاشق دروغ باشد؟
گفت این محال است. گفتم بنابراین کسی که حقیقتاً عاشق علم است باید از همان آغاز طفولیت به تمام قوا جویای راستی مطلق باشد. گفت آری. گفتم اما می دانم که هرگاه انسان فقط به یک موضوع شدیداً علاقه مند شود، از شدت علاقه او به چیزهای دیگر کاسته می شود، مانند سیلی که در مسیر واحد جریان یابد. گفت راست است. گفتم پس هر کسی که نسبت به علم و دانش علاقه مند شده باشد آرزویی جز درک لذت روحی ندارد و از آرزوهای جسمانی فارغ است، ولی این وصف کسی است که فیلسوف حقیقی باشد، نه کسی که تظاهر به حکمت کند. گفت قهرن همینطور است. گفتم فیلسوف حقیقی خیشتندار است و از هر گونه حرص و طمع آزاد، زیرا موجباتی که دیگران را به کسب ثروت و تجمل وادار می کند در او تأثیر ندارد و طلب این چیزها به هیچ وجه با روحیه او سازگار نیست. گفت همینطور است. گفتم نکته دیگری هم هست که اگر بخواهیم فرق میان طبیعت حکیمانه و طبیعت مخالف آن را دریابیم باید به آن توجه کنیم. گفت آن نکته چیست؟ گفتم این است که فیلسوف از هر گونه دناعت طبع مبراست، زیرا چگونه ممکن است که پستی طبع با روح انسانی سازگار باشد و حالان که روح را همواره آهنگ وصول به حقایق مطلق و کلی بشری و الهی است. گفت این عین حقیقت است. گفتم اما کسی که دارای روحی چنین بلند پایه و فکری محیط بر همه ازمنه و همه موجودات باشد، آیا به گمان تو ممکن است چنین کسی زندگانی بشری را امری بسیار مهم بپندارد؟ گفت این محال است. گفتم پس چنین کسی مرگ را امر موهشی نمی داند؟ گفت ابدا. گفتم اما نفس زبون و فرومایی ظاهراً از درک حکمت حقیقی محروم است. گفت اینطور به نظر می رسد. گفتم آیا ممکن است کسی که آراسته و مبرا از طمع و پستی و غرور و زبونی باشد نسبت به دیگران تعدی و ظلم روا دارد؟ گفت نه. گفتم پس هرگاه بخواهی طبع حکیمانه را از طبع مخالف آن تمیز دهی باید ملاحظه نمایی که آیا شخص از آغاز طفولیت عادل و سازگار بوده است یا متعدی و سرکش؟ گفت راست است. گفتم به گمان من از این نکته هم غافل نخواهی شد. گفت کدام نکته؟ گفتم آن میزان فهم شخص است، یعنی تشخیص اینکه وی تیز فهم است یا کودن، زیرا کسی که از مطالعه کسل شود و با همه کوششی که به خرج می‌دهد باز هم به کندی پیش رود، از چنین کس هرگز نمی‌توان انتظار داشت که جدن به مطالعه علاقه‌مند شود. گفت آری، این ممکن نیست. گفتم شخص کم حافظه و فراموشکار ظرفیت کسب علم ندارد. گفت جز این نمی‌تواند بود. گفتم وی چون از رنج خود سودی نمیبرد، ناچار سرانجام به تنگ آمده هم از خود و هم از موضوع مطالعه خیش بیزار می شود. گفت همینطور است. گفتم پس ما نفوس کم حافظه را در زمره کسانی که حقیقتاً طبع حکیمانه دارند به شمار نخواهیم آورد، بلکه خوبی حافظه را شرع قطعی خواهیم دانست. گفت البته. گفتم این را هم میتوان گفت که نفسی که مهذب و آراسته نباشد طبعا از صفت اعتدال هم بی بهره است. گفت همینطور است. گفتم آیا راستی با اعتدال تجانس دارد یا با افراد؟ گفت با اعتدال. گفتم پس باید در جستجوی نفوسی بود که علاوه بر صفات دیگر دارای اعتدال و حسن سیرت بوده و طبعا مستعد پی بردن به حقیقت اشیاء باشند. گفت البته. گفتم اما شاید عقیده تو چنین باشد که نفس انسانی برای آنکه بتواند علم کافی و کامل به وجود پیدا کند محتاج به صفاتی که بیان کردیم نیست و یا این صفات با یکدیگر هماهنگی ندارند. گفت برعکس، آن صفات را بسیار ضروری می دانم. گفتم حالا بگو ببینم پیشه‌ای که اشتغال به آن مستلزم داشتن حافظه خوب و سرعت فهم و علو همت و حسن سیرت و علاقه به راستی و عدالت و شجاعت و اعتدال باشد، آیا می توان نسبت به آن هیچ گونه ایراد نمود؟ گفت حتی موموس هم نمی تواند نسبت به چنین پیشه‌ای ایراد نماید. در اینجا زیر نویس داره. موموس خدای لطیفه و مزاح بود و معروف است که حتی خدایان هم از شوخی‌های او مصون نبودند. ادامه مطلب. گفتم پس آیا تو حاضر نخواهی بود که زمامداری شهر را منحصراً به این گونه مردم که از حیث تربیت و تجربه به درجه کمال رسیده باشند واگذار کنی؟ آنگاه آدیمانتوس چنین گفت: ای سقراط، دلیل‌هایی که می‌آوری قابل انکار نیست، اما آیا می‌خواهی بدانی که این عقیده تو هر بار که آن را بیان می‌کنی در ذهن شنوندگان چه اثری می‌بخشد؟ اثر آن این است: شنوندگان چنین فکر می‌کنند که چون از عهده سوال و جواب بر نمی‌آیند، با هر سوالی که تو می‌کنی جریان مباحثه آنان را قدری بیشتر از حقیقت دور می‌کند، به طوری که در پایان گفتگو از مجموع این انحرافات کوچک اشتباهی بزرگ تولید می‌شود که
درست عکس عقیده اولیه آنهاست و همانطور که در بازی نرد حریف کهنه‌کار سرانجام راه را بر طرف نازموده چنان می‌بندد که وی دیگر مهره‌های خیش را حرکت نمی‌تواند داد، تو هم با رویه خود که نوعی نردبازی است منتها نه با مهره بلکه با استدلال راه را بر شنوندگان خود می‌بندی و آنان را ساکت می‌کنی بدون آنکه از این طریق کمکی به کشف حقیقت شده باشد. و اینکه من می‌گویم به اقتضای همین مورد حاضر است، زیرا حقیقت امر این است که هرچند اظهارات تو را از طریق استدلال نمیتوان رد کرد، ولیکن به خوبی آشکار است که آنان که خود را وقف فلسفه میکنند، یعنی نه آنهایی که در ایام جوانی به این کار پرداخته و پس از تکمیل تحصیلات خود موضوع را کنار میگذارند، بلکه آن کسانی که مدتها وقت خود را مصروف این تحصیل مینمایند، بیشتر اوقات مردمانی عجیب بلکه فاسد میشوند و حتی بهترین آنها هم از این پیشک بغیری تو اینقدر قابل ستایش است سودی نمیبرند جز آنکه در جامعه خود افراد عاطلی شوند. پس از شنیدن این ایراد من چنین گفتم: آیا به عقیده تو تصور اینان خطاست؟ گفت: نمیدانم، ولی میل دارم از تو بشنوم که تو خود در این باب چه فکر میکنی. گفتم: به عقیده من حق با آنهاست. گفت: پس در این صورت بر چه اساس میتوان مدعی شد که معایب شهر هرگز اصلاح نخواهد پذیرفت مگر آنکه فلاسفه به زمامداری منصوب شوند؟ و حال آنکه ما اکنون تصدیق کردیم که اینان شایستگی هیچ کاری ندارند. گفتم: پاسخ این سوال تو را فقط به وسیله یک تشبیه میتوانیم بگوییم. گفتا: عجبا، تو هم معمولا در سخن گفتن تشبیه به کار نمیبری. گفتم: آفرین بر تو، اکنون که چنین سوال مشکلی به من عرضه کرده ای مرا ریشخند هم میکنی. باری گوش فرادار تا بهتر درک کنی که تشبیه در بحث چقدر برای من دشوار است. رفتاری که شهرها با مردمان دانشمند میکنند به اندازه ناپسند است که هیچ کس در جهان چنین رفتاری نمیبیند. و اگر من بخواهم در مقام دفاع از آنان وضع آنها را به وسیله تصویری نمایان سازم، بایستی ناچار هر جزی از آن را از یک چیز اقتباس کنم، مانند نقاشی هایی که انواع موجودات را با یکدیگر ترکیب می کنند و مثلا جانوری می سازند که نیمی بز و نیمی گوزن است و یا هیولای دیگر از این قبیل. حال چنین فرض کن که در روی یک یا چند کشتی ناخدایی هست که از سایر کارکنان کشتی بلندتر و قویتر است، ولی کمی هم کر و نزدیک بین است و معلومات دریانوردی او مانند بینایی وی محدود و در آنجا ملاحایی هستند که با یکدیگر اختلاف دارند و هر یک مدعی هستند که سکان کشتی باید به دست او باشد. و حالان که آنان هرگز فن کشتیرانی را نیاموختند و نمیتوانند بگویند که نزد کدام استاد در چه زمانی کارآموزی کردند، بلکه حتی مدعی هستند که اصولا این فن را نمیتوان آموخت و اگر کسی برخلاف عقیده آنها این فن را قابل تعلیم بداند، حاضرند که وی را قطعه قطعه کنند. باری اینها دائما دور ناخدا را گرفته به تمنا و اصرار و هر وسیله دیگر سعی می کنند که وی را راضی نمایند که سکان کشی را به دست آنان بسپارد. و سرانجام آنان که موفق نمی شوند و می بینند که سکان به دست دیگران افتاد، آن دیگران را کشته و به دریا می اندازند. ناخدای بیچاره هم با مهر گیاه یا شراب یا به وسیله دیگر بیهوش کرده زنجیر بر دست و پایش می نهند و آنگاه که فرمان کشتی به دست آنان افتاد شروع به تاراج بار کشتی می کنند و به حد افراد می نوشند و می خورند و کشتی را هم که آنطور از چنین ملاحانی برمی آید می رانند و اگر کسی به آنها در راه مسلط شدن بر کشتی یاری کرده باشد، یعنی به نفع آنان با ناخدا گفتگو کرده یا به خاطر آنان ناخدا را از پای در آورده باشد، زبان در مت او می گشایند و وی را ملاح بزرگ و کشتیبان ماهر و استاد فن دریانوردی می خوانند و هر که را که از کمک به آنان خودداری کرده باشد سرزنش نموده و بیکاره می نامند و هرگز به خاطر اینان خطور نمی کند که اگر کسی بخواهد در حقیقت لیاقت ناخدایی کشتی را پیدا کند، باید دوباره هوا و فصل و آسمان و ستاره ها و بادها و هر چیز دیگری را که مربوط به این فن باشد تحقیق نماید. و نیز اینان باور ندارند که شخص بتواند به وسیله مطالعه و یا تجربه فن دریانوردی را آموخته و در ضمن به طرز تسلط بر کشتی نیز چه در صورت موافقت سرنشینان و چه در صورت مخالفت آنان وقوف یابد.
حال به عقیده تو در یک چنین کشتی که امور آن بدین سان آشفته باشد، کارکنان آن با ناخدای حقیقی چگونه رفتار خواهند کرد؟ آیا نه این است که وی را سر به هوا و یاوگو و بیکاره خواهند خواند؟ گفت همینطور است. گفتم گمان نمی کنم لازم باشد که این مثال را جزء به جزء برای تو تفسیر کنم تا متوجه شوی که منظور من همون شهرها و معامله است که با فلاسفه واقعی می‌کنند، زیرا خیال می‌کنم که مقصود مرا درک کرده باشی. گفت آری. گفتم پس خوب است اول این مثال را برای آن کسی که اظهار تعجب می‌کرد از اینکه فلاسفه در شهرها مورد تجلیل قرار نمی‌گیرند نقل کنی و بعد به او بفهمانی که اگر فلاسفه مورد تجلیل قرار می‌گرفتند این به مراتب بیشتر موجب تعجب بود. گفت آری، این را برای وی نقل خواهم کرد. گفتم بد نیست ضمناً او را از این اشتباه هم برحذر کنی. وی کاملترین فلاسفه را افرادی عاطل میپندارند و حالان که اگر اینان افراد عاطلی باشند این گناه خودشان نیست، بلکه گناه کسانی است که از آنان استفاده نمی کنند، زیرا این مخالف ناموس طبیعت است که ناخدا از ملاحان درخواست کند که تسلیم فرماندهی وی شوند. و آن کسی هم که گفته است حکما به سوی خانه توانگران میشتابند دروغ گفته است و حقیقت امر این است که آن که بیمار است باید به جستجوی پزشک رود، خواه غنی باشد خواه فقیر، و آن که امورش محتاج به اداره است باید به سراغ مدیر رود، نه اینکه مطبوع از اتباع خیش درخواست کند که به حکومت او تن در دهند و حالان که در حقیقت اینانند که به او احتیاج دارند. در اینجا زیر نویسته. ظاهرا اشاره به این حکایت است که سقراط از کسی پرسید آیا ترجیح می‌دهی که حکیم باشی یا توانگر؟ آن کس جواب داد توانگری بهتر است، چون حکما همیشه روی به درگاه توانگران می‌آورند. اما سقراط چنین گفت: حکما می‌دانند به چه چیز نیازمند هستند، یعنی به سخاوت توانگران، و وقتی به آن منظور رسیدند دیگر چیزی کم ندارند. اما توانگران نمی‌دانند به چه چیز نیازمند هستند، یعنی از احتیاجی که به کسب فضایل انسانی دارند غافلند، و حال آنکه رفع این احتیاج برای هر کس که متذکر و متوجه باشد میسر است. ادامه مطلب. باری اگر تو آن کسانی را که در حال حاضر در شهرها حکومت می‌کنند به ملاحانی که در این مثال ذکر کردیم تشبیه نمایی و آن کسانی را که ملاحان به نام یاوگو و سر به هوا می‌خوانند ناخدای واقعی بدانی، خطا نکرده‌ای. گفت درست است. گفتم به این دلیل و تحت این شرایطی که ذکر کردیم بعید است که شریف‌ترین حرفه در نظر کسانی که به حرفه‌های درست مخالف آن اشتغال دارند محترم شمرده شود. اما مهمترین و شدیدترین حملاتی که بر فلسفه وارد می آید به مناسبت آن کسانی است که خود را فیلسوف معرفی می کنند، زیرا اینها هستند که به قول تو مستمسک به دست مخالفان فلسفه می دهند که بگویند اکثر پیروان فلسفه مردمانی فاسدند و حتی بهترین آنها هم افرادی عاطل هستند، که البته در این باب هم عقیده شدیم. آیا اینطور نیست؟ گفت چرا؟ گفتم پس اکنون بر ما معلوم شد که چرا بهترین فلاسفه افرادی عاطل هستند. گفت آری. گفتم حال اگر مایل باشیم می توانیم به تحقیق این نکته بپردازیم که چرا اکثر فلاسفه مردمانی فاسد می باشند، و در صورت امکان مدلل خواهیم کرد که در اینجا هم گناه از فلسفه نیست. گفت البته. گفتم پس خوب است برگردیم به گفتگوی قبلی و به یاد بیاوریم که برای مرد خردمند و شریف چه صفاتی را لازم شمردیم. اگر به خاطر داشته باشی اولین شرطی که قائل شدیم علاقمندی به حقیقت بود، که گفتیم باید در هر کار و در هر جا نسب العین و راهنمای وی باشد، زیرا اهل تزویر هرگز از حکمت حقیقی برخوردار نمیتواند شد. گفت آری، همینطور گفتیم. گفتم اما آیا همین یک نکته درست عکس عقیده‌ای نیست که عموماً نسبت به فلاسفه اظهار می‌کنند؟ گفت چرا؟ گفتم اکنون ببینیم که دفاع ما از چه قرار است. آن کسی که به راستی عاشق علم باشد طبعاً برای رسیدگی به حقیقت وجود کوشش خواهد نمود و به مشاهده کسرات که وجود آنها فقط ظاهری است اکتفا ننموده، با استقامتی هرچه تمام‌تر تحقیق خود را دنبال می‌کند و از عشق خیش ذره‌ای نمی‌کاهد تا آنگاه که به مدد آن جزء نفس که هم جنس جوهر حقیقی اشیا و لحاظا مستعد درک جوهر ذات است به حقیقت هر چیزی پی ببرد و عاقبت به یاری همان جزء نفس به قرب و وصال وجود حقیقی نایل گشته و خرد و راستی تولید کند و سپس از سرچشمه علم و زندگی حقیقی بهره‌مند و سیراب شود، آنگاه سرانجام موقع آن فرا خواهد رسید که از رنج و درد روحی برای همیشه رهایی یابد. حال اگر ما جوابی به این مضمون بگوییم، آیا از عقیده
عقیده خود بد دفاع کرده ایم؟ گفت نه، این مناسب ترین جوابی است که بتوان داد. گفتم آیا یک چنین شخص ممکن است متمایل و علاقه‌مند به دروغ باشد یا برعکس از آن متنفر خواهد بود؟ گفت البته از آن متنفر خواهد بود. گفتم آری، اگر حقیقت را پیشاهنگ فرض کنیم قابل تصور نیست که کاروانی از فسق و فجور در پی آن روان یابیم. گفت آری، این غیر ممکن است. گفتم اما برعکس میتوان گفت که پیرو یک چنین پیشاهنگی همانا حسن اخلاق است و پس از آن عدالت و پس از آن خیشتنداری. گفت همینطور است. گفتم حاجت نیست به اینکه ما خصایص طبیعت حکیمانه را دوباره یکایک بیان کنیم و برای اثبات لزوم آن دلیل بیاوریم. البته به خاطر داری که قبلا گفتیم این خصایص عبارتند از شجاعت و علو همت و سرعت فهم و حسن حافظه. در آن هنگام تو چنین ایراد کردی که هرچند رد دلایل ما ممکن نیست، ولیکن اگر انسان مباحثه را کنار گذاشته و توجه به رفتار فلاسفه موضوع بحث نماید، ناچار به این نتیجه میرسد که از اینان معدودی افراد عاطلند و کثیری افراد فاسد. از اینجا بود که ما در صدد تحقیق برآمدیم تا ببینیم که منشأ این اتهام چیست، و اکنون موضوع تحقیق ما این است که چرا اکثر این مردمان فاسدند، و به همین منظور بود که مجدداً صفات فیلسوف حقیقی را مد نظر آوردیم و دوباره به تعریف خصایص وی پرداختیم. گفت همینطور است. گفتم اکنون باید ملاحظه نماییم که علل فاسد شدن طبیعت حکیمانه چیست و چرا در بسیاری از مردم طبیعت حکیمانه تباه می شود و فقط معدودی از این فساد مصون می مانند که امتیاز آنها هم همین است که فاسد نیستند و الا در عاطل بودن آنان حرفی نیست. پس از آن به حال کسانی خواهیم پرداخت که طبع حکیمانه را تقلید و خود را بدون استحقاق وارد این میدان می کنند. آنگاه به طبیعت این نفوس پی خواهیم برد و خواهیم دید که اینان دست به حرفه می زنند که به هیچ وجه شایستگی و استعداد آن را ندارند و به وسیله خطاهای زیاد خیش موجب می شوند که فلسفه به شرحی که تو بیان کردی مورد سرزنش عامه قرار گیرد. گفت علل این فساد چیست؟ گفتم تا آنجا که از من ساخته است در توضیح مطلب خواهم کوشید. اول یک نکته است که خیال می کنم همه کس آن را تصدیق کند و آن این است: ما برای کسانی که می خواهند فیلسوف حقیقی شوند صفاتی را لازم شمردیم، ولی تبایی که متصف به این گونه صفات باشد در میان افراد بشر به ندرت یافت می شود و شماره مردمانی که واجد این شرط باشند کم است. آیا نظر تو این نیست؟ گفت چرا، در این باب تردیدی ندارم. گفتم اکنون ملاحظه کن که چقدر عوامل، آن هم عوامل توانا در کار است تا این عده قلیل را هم فاسد کند. گفت آن عوامل کدام است؟ گفتم در این باب چیزی می‌خواهم بگویم که تو به منتهای درجه از آن تعجب خواهی کرد، و آن این است که هر یک از آن صفات که ما مورد تحسین قرار دادیم، یعنی شجاعت و خیشتنداری و خصایل دیگری که یکایک شمردیم، عاملی است که نفس متصف به آن صفات را فاسد و آن را از حکمت منحرف می‌گرداند. گفت به راستی این موجب تعجب است. گفتم چیزهای دیگری هم هست که نفس را فاسد و از حکمت منحرف می کند، و آن همان چیزهایی است که میان مردم مشهور به خوبی است، یعنی زیبایی و توانگری و زور و ارتباط با متنفذین شهر و نظایر آن. آیا متوجه شدی که منظور من چه نوع چیز هاست؟ گفت آری، اما میل دارم که توضیح دقیق تری در این باب بدهی. گفتم اگر ملاحظه کنی که اصولاً فساد چیست، آنگاه مطلب بر تو روشن خواهد شد و از آنچه در این موضوع گفتم دیگر تعجب نخواهی کرد. گفت این اصل را چگونه میتوان درک کرد؟ گفتم ما میدانیم که نطفه یا نوزاد هر گیاه یا حیوانی اگر از شرایط مقتضی، چه از حیث غذا، چه از حیث آب و هوا و محیط محروم ماند، پژمرده میشود و هرچه قوی تر باشد از این محرومیت بیشتر آسیب خواهد دید، زیرا عوامل فساد بیشتر با چیزهای خوب دشمنی دارند تا با چیزهای بد. گفت مسلم است. گفتم پس به نظر من این منطقی است که طبایع ممتاز اگر از غذای مناسب محروم مانند
بیش از طبایع پست فاسد می شوند. گفت آری، این منطقی است. گفتم پس ای آدیمانتوس، این را هم می توانیم بگوییم که نفوسی که دارای کمال استعداد باشند بر اثر سوء تربیت به پست‌ترین درجه رذالت تنزل می نمایند. مگر نه این است که جناح‌های بزرگ و شرارت‌های فاحش از طبایعی سر می زند که در اصل توانا بوده ولی در نتیجه تربیت بد تباه شده باشند و این اعمال از طبایع ناتوان ناشی نمی شود، زیرا این گونه طبایع هرگز نه منشأ خیر عظیم توانند بود نه منشأ شر عظیم. آیا نظر تو غیر از این است؟ گفت نه، همین است که گفتی. گفتم بنابراین طبع حکیمانه که خصایص آن را بیان کردیم اگر به طرزی که شایسته آن است پرورش یابد، به عقیده من قطعا رو به تکامل خواهد رفت و دارای کلیه انواع محسنات خواهد شد، و برعکس اگر تخم آن در زمینی نامساعد بیفتد و در آن محیط ریشه کند و بروید، ناچار همه معایب را به بار خواهد آورد، مگر آنکه یکی از خدایان آن را حفظ کند. آیا تو هم مانند عوام چنین عقیده‌ای داری که عده‌ای از جوانان بر اثر مجالست با سوفسطائیان حقیقتاً فاسد می‌شوند و این آموزگاران سفسطه هم چند نفر از افراد عادی هستند؟ آیا باور نداری که برعکس بزرگترین آموزگاران سفسطه خود آن کسانی هستند که چنین میگویند؟ زیرا همین ها هستند که مردم را اعم از جوان و پیر و مرد و زن کاملا بر طبق دلخواه خود تعلیم و آموزش میدهند. گفت در چه مواقعی چنین میکنند؟ گفتم آنگاه که در مجامع سیاسی یا دادگاه ها یا تماشاخانه ها یا اردوگاه ها یا سایر مجالس عمومی ازدحام می کنند و با هم می نشینند و درباره سخنانی که می شنوند یا کارهایی که می بینند به آواز بلند سرزنش یا ستایش می کنند و هم در ابراز خوشنودی و هم در ابراز عدم رضایت افراد به خرج می دهند و آنقدر فریاد برمی آورند و کف می زنند که قوقایی برپا می شود. آنگاه این هنگامه تمجید و تقبیح در صخره ها و محل اجتماع آنان منعکس شده دوچندان شدت می‌یابد. حال به عقیده تو اثر یک چنین وضع در روحی یک فرد جوان چیست؟ کدام تربیت خانوادگی است که بتواند در برابر آن مقاومت کند و به زور این سیل تقبیح و تمجید از جا کنده نشود و با آن سیل همراه نگردد؟ آیا جوان ناچار به عقاید عوام درباره زشت و زیبا تأثیر نخواهد نمود و با آنان همسلیقه نخواهد شد و به آنها تشبه نخواهد جست؟ گفت ای سقراط، ناچار چنین خواهد شد. گفتم اما هنوز از آن قوه جبریه‌ای که دارای منتهای قدرت است سخن نگفته ایم. گفت آن کدام قوه است؟ گفتم آن قوه است که همین مربیان و سفسطه آموزان وقتی به وسیله سخنان خود نتوانستند طرف را متقاعد کنند به آن قوه متشبس می شوند. مگر نمی دانی که اینان کسانی را که تسلیم قولشان نشوند محکوم به محرومیت از حقوق اجتماعی و جریمه و مرگ می نمایند؟ گفت چرا، این را می دانم. گفتم آیا به نظر تو هیچ سوفسطائی دیگر و یا هیچ طریقه تعلیم خصوصی می تواند با یک چنین طرز تدریس رقابت نموده و بر آن فایق آید؟ گفت نه. گفتم آری، این ممکن نیست و کوشش در این کار نشانه سفاهت است، زیرا هیچ نوع تربیت خصوصی نمی تواند اخلاق عمومی را که زایده همین تلقینات عامه است تغییر داده اصلاح کند و چنین چیزی نه تا کنون واقع شده و نمی شود و نخواهد شد. البته منظورم امکانات بشری است، زیرا همانطور که ضرب المثلی هم به این مضمون هست، با تأیید خدایی هر چیز امکان پذیر است و باید بدانی که تا اساس شهرهای ما این است که هست، اگر نفسی در آن نجات یابد و آنچنان شود که می باید بود، به جرأت می توان گفت که این از نعمت خاصه الهی است که وی را حفظ کرده است. گفت در این باب نظر من با تو یکی است.
گفتم اکنون نکته دیگری میگوییم که در این باب نیز با من هم عقیده خواهی بود. گفت آن کدام است؟ گفتم این آموزگاران مزدبگیری که توده مردم آنها را به نام سوفسطائی میخوانند و رقیب خود میپندارند، چیزی به دیگران نمیآموزند مگر همان اصولی که توده خود در اجتماعات ترویج میکند و نام حکمت بر آن میگذارد. مثالی میآورم. فرض کن که شخصی مأمور نگاهداری حیوانی بزرگ و نیرومند باشد و در حالات و تمایلات آن حیوان کاملا دقت کند و ملاحظه نماید که چگونه میتوان به او نزدیک شد و چطور باید با او رفتار کرد و در چه موقع و به چه عوامل آن حیوان یا وحشی یا رام میشود و معنی صداهای مختلف او چیست و چه آهنگی موجب تسکین و چه آهنگی باعث تحریک او میشود و خلاصه پس از آن به ممارست طولانی این نکات را دریافت، بر تجربیات خود نام حکمت گذارد و رساله‌ای در آن باب تألیف نموده و به تدریس موضوع بپردازد و حالان که در حقیقت نمی داند که از این عادات و تمایلات کدام زیبا و کدام زشت است، کدام نیکو و کدام بد و کدام شایسته و کدام ناشایسته است، بلکه در همه این مسائل ملاک سنجش او فقط تمایلات آن حیوان بوده و هرچه را که ملائم طبع آن هیولا بوده نیکو پنداشته و هرچه را که وی از آن بیزار بوده بد انگاشته است و دلیل دیگری هم برای توجیه این صفات اقامه نمیتواند کرد. آنچه وی نام عدالت و زیبایی بر آن میگذارد چیزی جز ضروریات طبیعی نیست، زیرا فرق عظیمی که میان ضروریات و محسنات وجود دارد وی هرگز آن را نه خود مشاهده نموده و نه توانسته است به دیگران ارائه کند. حال تو را به خدا، آیا یک چنین شخص معلم عجیبی نیست؟ گفت چرا؟ گفتم آیا تو میان یک چنین شخص و کسی که آشنایی با تمایلات و سلیقه توده غیر متجانس را درباره نقاشی یا موسیقی یا سیاست به نام حکمت بخواند فرقی قائل هستی؟ به راستی اگر کسی با توده مردم معاشرت کند و قطعه شعر یا یک اثر هنری دیگر یا طرحی برای خدمات اجتماعی به آنان عرضه نماید و بدون هیچ قید و شرطی خود را تسلیم قضاوت عامه کند، به حکم قوه قهریه دیومدی محکوم به متابعت از سلیقه عوام خواهد بود. در اینجا زیر نویس داریم. مقصود از قوه دیومدی قوه قهریه است. اساس این اصطلاح حکایت زیر است. میگویند اولیس و دیومد به اتفاق محلی را غارت کردند. اولیس خواست شریک عمل را بکشد و خود به تنهایی اموال غارت شده را تصاحب کند، اما دیومد از مکر او آگاه شد و دست او را بست و او را پیش انداخت و به زور تا اردوگاه برد. ادامه مطلب. حال آیا سلیقه افراد عامه درباره خوبی و زیبایی با حقیقت مطابق است؟ آیا تو هرگز دلیلی از آنان در این باب شنیده ای که نامربوط نباشد؟ گفت نه و هرگز هم نخواهم شنید. گفتم اکنون که به همه این نکات پی بردی باید این موضوع را یادآوری کنم. آیا میتوان به وسیله از وسایل توده مردم را وادار به اذعان این حقیقت نمود که آن زیبایی مجرد و مطلق است که وجود دارد، نه چیزهای زیبایی که در عالم کثرت مشاهده می شود و همچنین صورت مجرد هر شیء است که وجود دارد، نه تعینات آن شیء؟ گفت تفهیم این موضوع به هیچ وجه امکان ندارد. گفتم بنابراین از توده نمی توان انتظار داشت که فیلسوف باشد. گفت این محال است. گفتم این هم طبیعی است که فلاسفه مورد سرزنش توده مردم قرار گیرند. گفت آری. گفتم همچنین طبیعی است که مورد سرزنش آن کسانی هم که معاشر و طالب حسن ظن توده هستند قرار گیرند. گفت این بدی. گفتم با این وصف به نظر تو برای نفس حکمت دوست چه امید توفیق هست؟ چگونه چنین نفسی میتواند در مجاهدت خود پایداری کند و به هدف خود نایل آید؟ در این باب با توجه به آنچه قبلا گفتیم قضاوت کن. ما در این موضوع هم عقیده شدیم که سرعت فهم و حسن حافظه و شهامت و علو همت صفات نفس حکمت دوست است. گفت آری. گفتم کسی که متصف به این صفات باشد مگر نه این است که از همان کودک
کودکی سرآمد همگان خواهد بود، خاصه در صورتی که صفات جسمانی وی با این صفات روحانی متناسب باشد. گفت شکی در این باب نیست. گفتم در آن صورت وقتی این شخص مسن‌تر شود، خیشاوندان و هم میهنان وی بر آن خواهند شد که کارهای خود را به او واگذار نمایند. گفت البته. گفتم همچنین چون قدرت آینده او را پیش بینی می کنند، زبان به تملق و ستایش وی گشوده، درخواستهای خود را عاجزانه به او عرضه می نمایند. گفت لااقل می توان گفت که قاعده کلی همین است. گفتم با این وصف به عقیده تو کار چنین شخص به کجا خواهد کشید؟ خاص اگر در شهری مقتدر به دنیا آمده و ثروتمند و شریف و زیبا و بلند بالا هم باشد. البته هوس جاه و مقام چنان بر وی غلبه خواهد کرد که خیشتن را قادر به زمامداری امور یونانیان و بیگانگان پنداشته و بلند پروازی را به حد اعلی می رساند و خلاصه فریفته شکوه ظاهری می شود و از حکم عقل سرپیچیده عنان نفس خیش را به دست نخوت و غرور می سپارد. آیا غیر از این است؟ گفت نه، همینطور است. گفتم حال اگر آنگاه که این شخص مست غرور است، کسی نزد او رفته و با لحنی ملایم حقیقت امر را به او تذکر دهد، یعنی بگوید که وی از عقل دور افتاده است و حالان که ناگزیر باید از نعمت عقل برخوردار گردد و این فقط آنگاه میسر می شود که انسان بندگی درگاه عقل را پیشه خود سازد، آیا به عقیده تو وی می تواند علارغم نفوذ نامساعد محیط خیش به این سخنان گوش فرا دارد؟ گفت این بسیار بعید است. گفتم اما اگر این شخص دارای خصلتی نیکو باشد و این سخنان در خاطر او حسن اثر کند و از این تذکرات متنبه گردد و بنابراین از روش خود منصرف شده و پی حکمت گیرد، در این صورت به نظر تو آن دیگران که خطر محرومیت از کمک و دوستی او را احساس می نمایند چه خواهند کرد؟ البته آنچه از دستشان برمی آید می کنند و آنچه به زبانشان آید می گویند، تا از طرفی وی را از این تغییر رویه منصرف نمایند و از طرفی هم اثر را بر تذکر دهنده تنگ کنند و در این راه از هیچ اقدامی فروگذار نخواهند نمود. چه اعمال دسایس خصوصی، چه طرح اتهامات در دادگاه های عمومی. آیا غیر از این است؟ گفت نه، یقینا همینطور است. گفتم پس آیا هنوز امیدی هست که چنین شخص فیلسوف شود؟ گفت نه، این هیچ ممکن نیست. گفتم پس اینک ملاحظه میکنی که این نظر من خطا نبوده که گفتم گذشته از ثروت و چیزهای دیگری که در انظار پسندیده است، حتی خود آن صفاتی هم که دفع حکیمانه از آن ترکیب مییابد، در صورت فاسد بودن محیط نفس انسانی را در واقع از جاده حکمت منحرف میکند. گفت آری، کاملا حق با تو بوده است. گفتم اکنون ای دوست ارجمند، به خوبی ملاحظه نمودی که شریفترین طبیعت انسانی که چنان که گفتیم بسیار هم به ندرت یافت می شود، به چه طریق تباه و فاسد می گردد و از نیل به نیکوترین هدف باز می ماند و از جانب صاحبان همین طبیعت است که بزرگترین آسیب به شهرها و افراد وارد می گردد و نیز همین ها هستند که اگر تصادفاً در راه راست قدم زنند، منشأ بزرگترین خیر می توانند شد و حالان که از تبایع غیر متمایز هرگز اثر فوق‌العاده‌ای نه نسبت به افراد نه نسبت به شهرها به ظهور نمی رسد. گفت راست است. گفتم پس کسانی که حقاً شایستگی تحصیل حکمت را دارند از آن اعراض کرده و در زندگی خود راهی ناسواب و خلاف طبیعت خیش پیش می‌گیرند و حکمت را متروک و محجور می‌گذارند و از این رو مردمانی بیگانه و نالایق به حکمت نزدیک می‌شوند، گویی یتیمی است بی سرپرست و آن را بی آبرو و رسوا می‌کنند و باعث همان سرزنش‌هایی می‌شوند که تو ذکر می‌کردی، به این معنی که تو می‌گفتی معدودی از هواخواهان حکمت افرادی عاطلند و بیشتر آنان اشخاص فاسد. گفت آری، عقیده مردم همین است. گفتم این عقیده بی اساس هم نیست، زیرا مردمانی کم استعداد که در حرفه‌های کوچک خود استاد هستند مشاهده می‌کنند که سرزمین حکمت خالی از سکنه ولی پر از نام و عنوان زیبا است. آنگاه مانند اسیرانی که از زندان گریخته و به معبد پناه آورند، آنان نیز حرفه خود را ترک می‌کنند و به حکمت می‌گرایند،
زیرا حکمت با آنکه محجور مانده مذالک نسبت به حرفه های دیگری شأن و منزلتی دارد که بسیار جالب است و بسی مردمان غیر مستعد که پیشه آنان مستلزم کارهای بدنی است و بر اثر رنج و مشقت آن کارها هم جسم آنان معیوب و هم روحشان خسته و رنجور گردیده به فلسفه روی می آورند. این البته طبیعی است. آیا چنین نیست؟ گفت چرا؟ گفتم اگر تو یکی از این اشخاص را ببینی و به ظاهر قضاوت کنی، خواهی گفت آهنگری است کلسر و کوتاه قد که پولی به دست آورده و خود را از قید بندگی آزاد نموده و به شتاب هرچه تمامتر در گرمابه عمومی شستشو کرده و جامعه نو دربر نموده و خود را مانند یک نوداماد آراسته و بر آن است که با دختر صاحب خود که گرفتار فقر و اضطرار گردیده است ازدواج کند. گفت تشبیه بسیار درستی کردی. گفتم ثمره این وصلت چیست؟ آیا چیزی جز اطفال ناقص الخلقه و نحیف از آن به وجود خواهد آمد؟ گفت نه. گفتم بر همین قیاس وقتی کسانی که استعداد تربیت ندارند و به فلسفه نزدیک شده و با وجود عدم لیاقت به آن پیوندند، آیا به نظر تو چه افکار و عقایدی تولید خواهند کرد؟ حقیقت امر این است که ثمره یک چنین وصلت فقط سفسطه خواهد بود و هیچ فکر معقولی که ناشی از حکمت واقعی باشد از آن به وجود نخواهد آمد. گفت این عین حقیقت است. گفتم پس ای آدیمانتوس، فقط معدودی باقی مانده اند که می توانیم آنان را لایق وصلت با فلسفه بدانیم. مثلا شاید نفس شریفی باشد که تربیت کامل یافته و در نتیجه محکومیت به نفی بلد از کشور خود دور و از عوامل فساد برکنار بوده و علاهازا بر وفق استعداد فطری خیش در تحصیل فلسفه پایدار مانده باشد. یا ممکن است شخصی باشد بلند همت که در شهر کوچکی به دنیا آمده و طرز حکومت آن را مخالف با افکار خیش یافته از آن برکنار مانده باشد. علاوه بر اینان شاید افراد معدودی هم باشند که حقاً از حرفه خود بیزار شده و به اقتضای استعداد طبیعی خود به حکمت روی آوردند. البته مورد دوستانمان تیاجس هم هست که همه عوامل جمع شده تا وی را از اشتغال به حکمت باز دارد، منتها چون او علیل المزاج است و باید در فکر تندرستی خود باشد، از اشتغال به امور سیاسی برکنار و نسبت به فلسفه وفادار مانده است. حال شاید همین عامل که او را حفظ کرده است دیگران را نیز حفظ تواند کرد. و اما در مورد خود من، بحث درباره آن ندای وجدانی که راهنمای من است سودی ندارد، زیرا به گمان من چنین چیزی که تاکنون کمتر سابقه داشته و یا هیچ سابقه نداشته است. در اینجا زیر نویس داریم. معروف است که سقراط در مجلس محاکمه خود چنین گفت: لابد شما تعجب می کنید از اینکه من به این سو و آن سو می روم و به همه کس در هر بابی پندی می دهم، اما هرگز در مجامع عمومی حاضر نمی شوم که درباره امور سیاسی رأی خود را اظهار کنم. علت این امر یک ندای خدایی یا اهریمنی است که از زمان کودکی به گوش وجدان من میرسد. صدایی است که گاه من آن را میشنوم و هر بار مرا از مبادرت به کاری که در صدد انجام آن بودم باز داشته است، اما هیچ وقت مرا وادار به عمل معینی نکرده و نمی کند و به همین جهت است که من هیچگاه وارد سیاست نمی شوم. ادامه مطلب. اکنون کسی که از جمله این عده قلیل بوده و حلاوت و لذت یک چنین نعمتی را چشیده باشد، یقیناً به سفاهت توده مردم پی برده و ملاحظه می نماید که رفتار هیچ یک از مردان سیاسی مقرون به خرد نیست و کسی هم یافت نمی شود که انسان بتواند با کمک او به پشتیبانی عدالت برخواسته و مطمئن باشد که از این کار جان به سلامت در خواهد برد. مثال این شخص مثال کسی است که در میان دسته حیوانات وحشی افتاده باشد و نخواهد در اعمال وحشیانه آنان شرکت جوید و در عین حال هم یکه و تنها از عهده آن بهوش بر نیاید. یعنی وی چون ملاحظه می کند که نه به کشور و نه به دوستان خود خدمتی می تواند کرد و بدون اینکه بتواند به خود یا دیگران نفعی رساند، هلاک خواهد شد. البته گوشه نشینی خواهد کرد و جز به امور خود دست به کاری نخواهد زد. به عبارت دیگر مانند مسافری که در راه خود با طوفان مصادف شده از بیم گرد و خاک و برف و باران به دیواری پناهنده گردد، وی نیز با مشاهده تعدی دیگران خود به همین قدر
سعادت اکتفا می کند که در زندگی دنیوی از ستمگری و ناپاکی بر کنار مانده و سرانجام این جهان را در کمال سکونت و آرامش روح و با امیدی درخشان ترک کند. گفت: اگر عاقبت انسان چنین باشد، این خود سعادت کوچکی نیست. گفتم: چنان سعادت بزرگی هم نیست که انسان از محیط اجتماعی مناسب حال خیش محروم ماند، زیرا اگر با چنین محیطی تصادف کند، می تواند به تکمیل نفس پرداخته هم خود و هم کشور خیش را نجات دهد. باری گمان می کنم ما به اندازه کافی علل بدنامی فلسفه را بیان نموده و به بطلان آن علل پی برده باشیم، مگر آنکه تو هنوز حرفی در این باب داشته باشی. گفت: نه، دیگر در این باب حرفی ندارم، ولی میخواهم بدانم که به عقیده تو در میان حکومت‌های کنونی کدام یک با فلسفه سازگارتر است؟ گفتم: هیچ کدام، و شکایت من درست همین است که هیچ یک از انواع سیاست‌های کنونی به طبع حکیمانه سازگار نیست و به همین علت است که طبع حکیمانه منحرف و تباه می‌شود. و همانطور که تخم اگر در زمین نامعنوس افتد، اصلیت خود را از دست داده، تابع شرایط محیط جدید می شود و صورت گیاه آب و خاک تازه را به خود می گیرد، طبع حکیمانه همچون در کیفیات کنونی خصائص خود را حفظ نمی تواند کرد، ناچار تغییر ماهیت می دهد. ولی اگر یک روز محیطی متجانس با خود بیابد، یعنی محیطی که حکومت صالحه در آن برقرار باشد، آنگاه به ثبوت خواهد رسید که طبع حکیمانه به راستی موهبتی است الهی، و حالان که هر چیز دیگر اهم از طبایع و فنون از متعلقات عالم بشری است. اکنون بیشک از من خواهی پرسید که این محیط و طرز حکومت کدام است؟ گفت: اشتباه میکنی، من نمیخواستم این سوال را از تو بکنم، بلکه میخواستم بپرسم که آیا منظور تو همان طرز حکومتی است که ما ضمن طرح تأسیس شهر خود آن را در نظر گرفتیم، یا طرز حکومت دیگری است؟ گفتم: نه، همان است، منتها با این تفاوت، قبلا هم گفتیم که در شهر ما قوه مقننه باید با همان روح تفاهمی که تو خود در وضع قوانین نشان دادی عمل کند. گفت: آری، این را گفتیم. گفتم: اما من در آن موقع از ترس اعتراضات شما که می گفتید این مسائل دامنه دار و دشوار است، حق توضیح این مطلب را ادا نکردم. به علاوه مطلبی هم که هنوز در پیش داریم چندان آسان نیست. گفت: آن کدام است؟ گفتم: مطلب این است که شهر در امر فلسفه چگونه باید رفتار کند تا هلاک نشود، زیرا امور مهمه هرگز خالی از خطر نیست و چنان که میگویند دشواری شرط هر چیز زیباست. گفت: بیان خود را ناقص مگذار و این نکته را هم روشن کن. گفتم: اگر من از عهده توضیح این مطلب بر نیایم، نه از آن است که نیت آن را نداشتم، بلکه صرفا از ناتوانی است. گذشته از این، تو خود شاهد جدیت من هستی. حال هم ملاحظه کن که با چه جرأت و تأکیدی این عقیده را اظهار می کنم که رویه شهر نسبت به فلسفه بایستی درست عکس آن باشد که اکنون هست. گفت: چطور؟ گفتم: در حال حاضر کسانی که به تحصیل فلسفه می پردازند جوانانی هستند نابالغ که هنوز دوره طفولیت آنها پایان نیافته است. اینان قبل از آنکه علم خانه‌داری و بازرگانی را فراگیرند، به تحصیل فلسفه مشغول می شوند و آنگاه که به دشوارترین قسمت آن، یعنی مناظر برمی خورند، از آن دست می کشند و همین ها هستند که استاد فلسفه محسوب می شوند. اما بعدها حداکثر کاری که انجام می دهند این است که هر وقت آنان را به مجالس تمرین فلسفی شاگردان فراخوانند، این دعوت را بپذیرند و همین را هم کار بزرگی می پندارند. خلاصه اینکه اینان اشتغال به فلسفه را یک امر تفریحی تلقی می کنند و آنگاه که به سن پیری رسند، مانند خورشید هراکلیت خاموش می شوند، بلکه بهتر از آن، زیرا دیگر دوباره روشن نمی شوند. در اینجا زیر نویسته: هراکلیوس فیلسوف خورشید را شبیه آتشی می دانست که هر شب خاموش و روز بعد دوباره روشن شود. ادامه مطلب. گفت: پس چه باید کرد؟ گفتم: درست برعکس این رویه باید عمل نمود، یعنی برای ایام جوانی و کودکی باید تعلیم و تربیتی متناسب با آن دوره مقرر کرد و مخصوصاً باید در صدد پرورش بدن برآمد،
زیرا در آن دوره است که بدن رشد کرده و رو به بلوغ می رود و چنانچه تربیت یابد مستعد انجام خدمات مفید به نفع فلسفه خواهد شد. سپس هنگامی که نفس به مرحله تکمیل استعداد خود نزدیک شود، باید بر تمرینات مناسب افزود و بالاخره وقتی قوای بدنی نقصان یابد و شخص از کار سیاست و جنگ باز ماند، آنگاه همچنان که حیوانات مقدس را در چراگاه ها آزاد می گذارند، وی را نیز باید به حال خود واگذاشت تا کاری جدی سوای اشتغال به فلسفه نداشته باشد. باری به این طریق نفوس زندگی دنیوی خود را با منتهای نیکبختی گذرانده و پس از مرگ هم در جهان بعد سعادتی خواهند یافت که مکمل سعادت دنیوی باشد. گفت: ای سقراط، تصدیق می‌کنی که تو حقیقتاً با حرارت سخن می‌گویی، اما عقیده دارم که بیشتر شنوندگان با حرارتی که بیش از این در برابر تو ایستادگی خواهند کرد و به هیچ وجه نظر تو را نخواهند پذیرفت، مخصوصاً تراسیماکوس. گفتم: سعی مکن که میان من و تراسیماکوس اختلاف افکنی، زیرا ما تازه طرح دوستی ریخته ایم، هرچند هرگز با یکدیگر دشمن هم نبوده ایم. باری من از هیچ گونه کوشش فروگذار نخواهم نمود که وی و دیگران را متقاعد کنم و یا لااقل در حق آنان خدمتی انجام دهم که وقتی دوباره به این دنیا آیند و در یک چنین گفتگویی شرکت کنند، در آن زمان به حال آنان سودمند افتد. گفت: حقیقتاً چه فاصله کوتاهی در نظر گرفته ای؟ گفتم: در مقای مقایسه با ابدیت این فاصله زمانی هیچ است. باری جای شگفت نیست که بیشتر مردم سخنان ما را نپذیرند، زیرا فکری که ما درباره آن بحث می کنیم آنان هرگز اجرای آن را در عمل مشاهده ننمودند. در واقع در این گونه مباحثات مردم فقط عباراتی می شنوند که نظم و نسخ آن صرفا تصنعی است و هرگز جملاتی از نوع سخنان ما که ترتیب و تلفیق آن طبیعی باشد به گوش آنها نمی رسد و اینان هرگز نه یک بار نه چند بار چنین چیزی ندیدند که شخصی که کردار و گفتار وی تا حدی که برای انسان میسر است منطبق و متجانس با درستی کامل باشد به حکمت شهری مانند خود او یعنی منظم و آراسته منصوب گردد. عقیده تو در این باب چیست؟ گفت: تصدیق می کنم که مردم چنین چیزی ندیدند. گفتم: ای دوست عزیز، آیا مباحثات شیرین و پربهایی که خواه طی مدافعات قضایی خواه ضمن مذاکرات خصوصی پیش می آید و هدف آن صرفا کشف حقیقت است و طرفین بحث به تمام قوا و همه وسایل ممکنه برای رسیدن به این هدف می کوشند و مجالی برای سخن پردازی و موشکافی و مجادله و سفسطه ضمن آن نیست، شرکت در این مباحثات هم برای توده مردم هرگز امکان نداشته است؟ گفت: این هم درست است. گفتم: این بود اندیشه هایی که مرا نگران ساخته و سخن گفتن باز می داشت، اما سرانجام حقیقت غلبه کرد و من با توجه به همین فلاسفه معدود که عامه آنها را شریر نمی دانند ولیکن عاطل می پندارند چنین اظهار نظر نمودم که مادام که همین عده قلیل وادار نشوند که خواه و ناخواه کار زمامداری شهر را به عهده گیرند و شهر مجبور به اطاعت از آنان نگردد، یا مادام که زمامداران موروثی شهرها یا پادشاهان کنونی یا فرزندان آنها به تأیید الهی حقیقتاً به فلسفه واقعی عاشق نشوند، نمیتوان انتظار داشت که یک شهر یا حکومت یا فرد بتواند به درجه کمال رسد. اگر کسی چنین گوید که این دو شرط تحقق پذیر نیست و حتی یکی از آنها هم عملی نخواهد شد، من به سهم خود خواهم گفت که این سخنی است باطل، وگرنه موضوع گفتگوی کنونی ما خیال بافی صرف است و کاری که بر آن شدیم عبث و بیهوده است. آیا چنین نیست؟ گفت: چرا؟ گفتم: پس اگر در طی قرن‌های گذشته فلاسفه عالی مقام وادار به زمامداری شده باشند و یا هم اکنون در کشوری بیگانه که از نظر ما دور است چنین چیزی معمول باشد و یا در آینده به وقوع بپیوندد، در آن صورت تصدیق خواهیم نمود که حکومتی نظیر آن که ما مقرر نمودیم، یعنی حکومت و سلطه فلسفه، وجود داشته یا دارد یا خواهد داشت. زیرا وجود یک چنین حکومت از محالات نیست و ما چیزی را در نظر نگرفته ایم که تحقق ناپذیر باشد، هرچند اشکالات امر را به خوبی می دانیم. گفت: نظر من هم همین است. گفتم: اما لابد خواهی گفت که نظر توده مردم خلاف این است. گفت: شاید. گفتم: ای دوست عزیز، زیاد توده مردم را متهم مکن، زیرا اگر تو چنان کنی که من میگویم عقیده عامه به یقین تغییر خواهد کرد. بیا به جای ستیزه نرمی کن
و به وسیله رفع تعصبات جاهلانه توده مردم را با فلسفه آشتی بده و با آنان نشان بده که چگونه مردمانی را تو فیلسوف می‌دانی و همانطور که ما برای خود چنین کردیم، تو نیز برای آنها صفات و پیشه فلاسفه را تعریف کن تا تصور نکنند که منظور تو از فلاسفه همان کسانی است که همکنون آنها به این عنوان می‌شناسند. خواهی دید که هرگاه توده مردم فلاسفه را آنچنان که هستند بشناسند، نظرشان نسبت به آنها تغییر خواهد کرد و جواب تو را به طرز دیگری خواهند داد. آیا به گمان تو اگر انسان سر کینه و ستیز نداشته باشد، ممکن است با کسی که خشمگین نشده تندی کند یا نسبت به کسی که سوء نیت نداشته باشد اندیشه بد روا دارد؟ من پیش دستی می کنم و از جانب تو جواب می گویم، یک چنین طبع سرکشی ممکن است در معدودی یافت شود، ولی نه در اکثر نفوس. گفت: با این نظرم تو موافق هستم. گفتم: پس در این نکته نیز با من هم عقیده خواهی بود که اگر ملاحظه کنیم که اکثر نفوس نظر موافق نسبت به فلسفه ندارند، تقصیر از آن کسانی است که بدون استحقاق و برخلاف همه اصول تخطی به حریم فلسفه می کنند و اول با یکدیگر و بعد با عامه مردم بنای کینه‌توزی و ناسزاگویی می گذارند و خلاصه طوری رفتار می کنند که منافی شأن فلسفه است. گفت: آری، این کاملا درست است. گفتم: ای آدیمانتوس، به راستی اگر انسان خاطر خود را متوجه به وجود حقیقی نماید، دیگر مجال آن نخواهد داشت که رفتار افراد را در مد نظر آورد و با مردم ستیزه کند و درباره آنان بغض و کینه در درون خود بپروراند، بلکه چون همیشه ناظر و شاهد حقایق متجانس و ثابتی است که بین آنها تصادم وجود نداشته و همه تابع قانون نظم عقل می باشند، طبعا از هماهنگی آنها تقلید می کند و حتی المقدور به آنها تشبه می جوید. زیرا ممکن نیست انسان با چیزی که مورد تحسین و علاقه اوست مانوس باشد و معذالک به آن تأثیر ننماید. آیا به نظر تو این ممکن است؟ گفت: نه، این محال است. گفتم: پس چون فیلسوف مانوس با حقایق الهی است که تابع قانون نظم آسمانی هستند، خود نیز تا حدی که برای طبیعت بشری امکان دارد ربانی و منظم می شود، هرچند باز هم در معرض انتقاد عامه خواهد بود. گفت: راست است. گفتم: پس اگر فیلسوف به حکم موجبات خاصی اکتفا به تهذیب نفس خیش ننموده، بلکه اصلاح اخلاق عمومی و خصوصی نفوس را بر خود فرض شمارد و آنان را نیز از اتصاف به صفات عالم بالا بهره مند سازد، آیا به نظر تو وی برای تعلیم خیشتنداری و عدالت و صفات اجتماعی دیگر معلم بدی خواهد بود؟ گفت: ابدا. گفتم: اما اگر توده مردم درک کنند که ما درباره فلاسفه حقیقت امر را به آنها میگوییم، آیا در دشمنی خود نسبت به آنان باقی خواهند ماند؟ و اگر ما بگوییم که هیچ شهری سعادتمند نخواهد شد مگر آنکه طرح تأسیسش به دست هنرمندانی که از نمونه آسمانی سرمشق می‌گیرند تهیه شود، آیا آنان این بیان را باز هم با سوء ظن تلقی خواهند کرد؟ گفت: اگر مردم به حقیقت امر پیبرند، احساسات خصمانه آنها برطرف خواهد شد. اما این طرح که گفتی به دست فلاسفه تنظیم می شود، چگونه تهیه خواهد شد؟ گفتم: فلاسفه حکومت شهر و تبایع نفوس را در حکم لوحی تلقی خواهند که باید در آغاز کار آن را پاک کرد و این خودکار آسانی نیست. باری ملاحظه می‌کنی که از همان بد امر بین اینان و قانونگذاران عادی فرقی بزرگ هست، بدین معنی که اینها قانونگذاری را چه در مورد افراد چه در مورد شهر فقط آنگاه به عهده می‌گیرند که لوحی پاک و مجرد به آنان عرضه شود و یا آن لوح را خود پاک کرده باشند. گفت: حق هم با آنهاست. گفتم: آنگاه خطوط عمده طرح خود را رسم خواهند کرد، آیا غیر از این است؟ گفت: نه، همینطور است. گفتم: سپس آنان به تکمیل کار خیش پرداخته و نظر خود را به دو سمت متوجه می نمایند، یکی به سمت حقیقت مجرد، عدالت و زیبایی و خیشتنداری و صفات نظیر آن، و دیگر به سمت شبیه آن صفات که در عالم انسانی قابل تحقق است و همچنان که نقاش رنگ‌های مختلف را ساییده مخلوط می‌کند، آنان نیز عناصر مختلف زندگانی را با یکدیگر ترکیب نموده و بدین وسیله نمونه‌ای از انسانیت می‌سازند و آنچنان نمونه‌ای است که هر وقت هومر آن را در یک فرد مجسم می‌دید، آن فرد را مظهر صفات الهی و آسمانی می‌خواند.
گفت خوب فهمیدم. گفتم به گمان من آنان غالبا مجبور خواهند بود که خطوطی را از آن محو و خطوطی را به آن اضافه کنند تا با همت آنان نفس انسانی حتی الامکان به آن درجه کمال که مقبول درگاه خدایان است برسد. گفت شک نیست که چنین نقشی بسیار زیبا خواهد بود. گفتم خیال میکنم آن کسانی را که تو میگفتی با تمام قوا به ما خواهند تاخت، اکنون متقاعد کرده باشیم که تنها کسی که قادر به تنظیم طرح شهر است همان فیلسوفی است که ما لحظه پیش او را میستودیم، ولی آنها قبول نمیکردند که شهر را به دست وی بسپاریم. حال به عقیده من پس از شنیدن آنچه ما گفتیم این سخن کمتر بر آنها گران خواهد آمد. آیا اینطور نیست؟ گفت چرا، ولی به شرط آنکه منصف باشند. گفتم چه ایراد دیگری می توانند بر ما بگیرند؟ آیا می توانند گفت که فلاسفه عاشق وجود و حقیقت نیستند؟ گفت این ایرادی است بجا. گفتم آیا می توانند مدعی شوند که طبع حکیمانه چنان که ما آن را تعریف کردیم متجانس با خیر مطلق نیست؟ گفت این هم باطل است. گفتم پس دیگر چه ایرادی می توانند کرد؟ آیا می توانند منکر شوند که درک خیر و حکمت کامل اگر اصولا امکان پذیر باشد فقط برای چنین طبعی میسر است، آن هم در صورتی که استعداد طبیعی با تربیت مناسب توأم گردد؟ آیا می توانند مدعی شوند که طبایع دیگر که ما آنها را نامستعد تشخیص دادیم بهتر به درک خیر و حکمت نایل می شوند؟ گفت نه. گفتم حال اگر ما بگوییم که تا زمام حکومت به دست فلاسفه نیفتد ممکن نیست که مفاسد عمومی و خصوصی پایان یابد و آن طرح حکومتی که ما در فکر خود پروراندیم جامعه عمل بپوشد، آیا آنان هنوز از شنیدن این سخن استیحاش خواهند داشت؟ گفت شاید استیحاش آنها کمتر باشد. گفتم بیا این استیحاش کم را هم قائل نشویم، بلکه بگوییم که آنها کاملا نرم و متقاعد شدند تا اگر به دلیل دیگری با قول ما موافق نشده باشند لااقل مأخوذ به حیا شوند. گفت این پیشنهاد خوبی است. گفتم پس چنین فرض کنیم که آنها را با عقیده خود موافق کرده ایم. حال آیا میتوان انکار نمود که ممکن است از پادشاهان و زمامداران موروثی شهرها فرزندانی به وجود آیند که دارای طبع حکیمانه باشند؟ گفت احدی نمیتواند این مسئله را انکار کند. گفتم شاید کسی بگوید که حتی اگر فرزندانی هم که دارای طبع حکیمانه باشند به وجود آیند قهرن بالمعال فاسد خواهند شد. آیا این درست است یا نه؟ البته ما خود تصدیق میکنیم که مسئول ماندن آنها از فساد دشوار است، اما آیا کسی میتواند ثابت کند که در طی همه قرون و اثار از میان همه آنان هرگز یکی هم نجات نخواهد یافت؟ گفت هیچ کس نمیتواند چنین چیزی را به ثبوت رساند. گفتم پس کافی است که تنها یکی از آنان سالم مانده اتباعی فرمانبردار پیدا کند تا بتواند آنچه را که امروز محال به نظر می‌رسد به مرحله عمل درآورد. گفت آری همان یکی کافی است. گفتم اگر تصدیق کنیم که ممکن است زمامدار شهر قوانین و رسومی مطابق آنچه ما بیان کردیم برقرار کند، این را هم باید تصدیق نماییم که ممکن است اهالی شهر به اطاعت از آن اصول رضایت دهند. گفت آری این نظر به هیچ وجه محال نیست. گفتم آیا این بعید یا محال است که آنچه را که ما تصدیق می‌کنیم دیگران هم تصدیق کنند؟ گفت گمان نمی کنم. گفتم خیال می کنم ما قبلا به خوبی مدلل ساخته باشیم که طرح ما چنانچه عملی باشد بهترین طرح است. گفت آری دلایل ما هم کافی بود. گفتم بنابراین ما ظاهرا می توانیم چنین نتیجه بگیریم که طرح قانونگذاری ما به شرط عملی بودن بهترین طرح است و اگر اجرای آن دشوار باشد لااقل غیر ممکن نیست. گفت همینطور است. گفتم اینک که اشکال این مسئله مرتفع شده و در آن باب نتیجه گرفتیم باید به موضوعی که باقی مانده بپردازیم و آن این است که ببینیم حافظین قانون اساسی به چه طرز باید پرورش یابند، چه علومی باید فرا گیرند، چه تجربیاتی باید به کار برند و در چه سنی باید به چه تحصیل اشتغال ورزند. گفت آری. گفتم من پیش از این به گمان خود زرنگی به کار بردم و موضوع تملک نسوان و زاد و ولد و انتصاب اولیای امور را به سکوت برگزار نمودم، زیرا می دانستم که این مسائل تا چه حد مواجه با اعتراض عامه خواهد شد و عملی نمودن آن نیز چقدر دشوار خواهد بود. ولی این زرنگی من بیهوده بود، زیرا اکنون می بینم که با وجود آن احتیاط بالاخره مجبور شدم که درباره آن مسائل سخن گویم. راست است که ما در باب زنان و کودکان بحث کردیم، اما موضوع اولیاء
امور را باید در حقیقت از سر گیریم. اگر به خاطر داشته باشی گفتیم که اینان بایستی میهن دوستی خود را به ثبوت رسانند و چه هنگام خوشی چه هنگام ناخوشی در رویه خود پایدار بمانند و نه در حین کار، نه هنگام خطر، نه وقت تغییر مقام هرگز از آن اصل غافل نشوند. همچنین گفتیم که هر کس از عهده این امتحان بر نیاید باید از وی صرف نظر نمود و کسی را باید به تصدی امور گماشت که مانند طلا در آتش امتحان شده و از بوته آزمایش سالم و مصفا بیرون آمده باشد. برای چنین کس چه در دوره زندگی چه پس از مرگ بایستی افتخارات و پاداش‌هایی مقرر نمود. این بود خلاصه آنچه من قبلا گفتم و در آن وقت از بیم آنکه مبادا همین بحث کنونی پیش آید از موضوع انحراف جستم و عبارات خود را در لفافه پیچیدم. گفت درست میگویی، من این را به خاطر دارم. گفتم ای دوست عزیز، در آن موقع در اظهار مطلب تحورآمیزی که اکنون با جرأت بیان میکنم تردید داشتم، اما حال که این تحور را به خرج دادیم خوب است دیگر تردید نکنیم، بلکه چنین گوییم که برای نگاهبانانی شهر ما کاملترین افراد همانا فلاسفه‌اند. گفت آری، میتوانیم با جرأت چنین گوییم. گفتم ملاحظه کن که طبعا شماره نفوس چقدر کم خواهد بود، زیرا طبیعتی که ما برای فلاسفه لازم دانستیم شرایط آن کمتر ممکن است همه با هم در یک فرد جمع شود، بلکه معمولا جداگانه در اشخاص مختلف یافت می‌گردد. گفت منظورت چیست؟ گفتم آنان که دارای سرعت فهم و حسن حافظه و هوش و ذکاوت و صفات نظیر آن هستند، با وجود همیت و علو همتی که در آنها یافت می شود، معمولا طبیعت آنها نوعی نیست که بتوانند به طرزی منظم و آرام و هموار زیست کنند، بلکه همان ذکاوتی که دارند آنان را بر حسب تصادف به این سو و آن سو می کشاند و دیگر اثری از ثبات در آنها باقی نمی ماند. گفت راست است. گفتم از طرف دیگر آنان که اخلاقا استوارند و جا تهی نمی کنند و در کارها بیشتر در خور اعتماد هستند و هنگام جنگ حس ترس آنها را متزلزل نمی کند، هنگام تحصیل هم همین حالت سکون را دارند، یعنی جنبش آنها کم است و به اندازه‌ای در فهم مطالب کند هستند که گویی حالت اغما به آنها دست می دهد. اینها وقتی که با یک مسئله فکری مواجه می شوند کارشان خواب و خمیازه است و بس. گفت همینطور است. گفتم اما ما برای زمامداران خود هر دو نوع صفات را لازم دانستیم و گفتیم کسانی که فاقد آن باشند نباید از آن ترتیب مخصوصی که مقرر نمودیم بهره‌مند گردند و به مقامات عالیه و سمت فرماندهی ارتقا یابند. گفت حق هم همین است. گفتم آیا خیال نمی کنی که همه این صفات به ندرت ممکن است در فرد واحد جمع شود؟ گفت چرا همینطور است. گفتم پس باید اول داوطلبان را به آزمایش هایی که پیش از این گفتیم، یعنی انواع سختی ها و مخاطرات و لذات بسنجیم. به علاوه اکنون باید شرط دیگری را هم که قبلا ذکر نکردیم اضافه کنیم و آن این است که باید آنان را در بسیاری از علوم بیازماییم تا معلوم کنیم که آیا مستعد فرا گرفتن علوم عالیه می باشند و یا طاقت آن را ندارند و مانند کسانی که در تمرین های بدنی از میدان در می روند اینها هم از کار تحصیل دست خواهند کشید. گفت این آزمایش بدون تردید لازم است، اما آن علوم عالی که گفتی کدام است؟ گفتم البته به یاد داری که ما وقتی در نفس انسانی سه عنصر متمایز تشخیص دادیم، نتایجی درباره تعریف عدالت و خیشتنداری و شجاعت و حکمت گرفتیم. گفت اگر این مطلب را به یاد نداشتم مستحق شنیدن باقی سخنان تو نبودم. گفتم آیا آنچه را هم که پیش از این نکته گفتیم یا به یاد داری؟ گفت آنچه بود؟ گفتم این بود که گفتیم اگر بخواهیم این صفات را به بهترین وجه دریابیم بایستی راه طولانی تری را در پیش گیریم که در انتهای آن ماهیت این صفات بر ما روشن شود. اما ضمناً علاوه کردیم که ممکن است برای تشریح موضوع استدلالاتی هم بر اساس آنچه قبلا گفته بودیم بکنیم و چون شما به همین اندازه اکتفا نمودید، من در بیان مطلب آن دقتی را که خود لازم می دانستم به کار نبردم. حال شاید شما به همان که گفته شد راضی شده باشید، این را البته شما خود بهتر می دانید. گفت من به سهم خود بیان تو را وافی یافتم، دیگران نیز همچنین. گفتم اما ای دوست عزیز، وقتی انسان با این گونه مطالب مهم روبرو می شود باید خواهان حقیقت کامل باشد، زیرا ادراک ناقص مقیاس هیچ چیز نمی تواند بود. اما گاهی هم مردمانی پیدا می شوند که زود راضی می شوند و ادامه تحقیق را لازم نمی شمارند. گفت آری،
بسیاری مردم در نتیجه تنبلی به آنچه میشنوند اکتفا میکنند. گفتم اما این به هیچ وجه شایسته کسی که نگهبان شهر و حافظ قوانین باشد نیست. گفت البته. گفتم پس ای دوست عزیز، چنین کس باید ناچار آن راه دراستر را بپیماید و برای کسب کمالات روحی و جسمی یکسان بکوشد، وگرنه چنان که گفتیم هرگز به آن علمی که از همه شریفتر و با وظایف او مناسبتر است راه نخواهد یافت. گفت چطور؟ مگر شریفترین چیزها همانها نیست که ما بیان کردیم؟ مگر چیزی هم وجود دارد که از عدالت و فضایل دیگری که ذکر کردیم ارجمندتر باشد؟ گفتم آری، از آن ارجمندتر هم چیزی هست. به علاوه در مورد همین فضایل هم ما تا کنون به معاینه طرح آنها اکتفا کرده ایم و حالان که تا صورت تکمیل یافته آنها را ملاحظه ننماییم نباید راضی شویم. آیا این خلاف عقل نیست که انسان درباره چیزهای بی ارزش همه گونه دقت به کار برد و برای پی بردن با آنها تا حد که امکان موش کافی و باریک بینی به خرج دهد، اما در مورد عالی ترین مسائل آن اندازه تدقیق را روا ندارد؟ گفت چرا، همین طور است که میگویی، اما تا تو توضیح ندهی که این علم شریف کدام است و موضوع آن چیست، شنوندگان ممکن نیست از تو دست بردارند. آیا غیر از این تصور میکنی؟ گفت نه، همین طور است. آیا اما تو میتوانی هرچه میخواهی از من بپرسی؟ در حقیقت تا کنون چندین بار عقیده مرا در این باب شنیده ای، ولی حالا یا آن را فراموش کرده ای یا میخواهی با اعتراضات خود مرا آزار دهی و گمان میکنم که این فرض اخیر درستر باشد، زیرا تو بارها از من شنیده ای که موضوع عالی ترین علم همانا وصول به اصل خیر است و سودمندی و مزیت عدالت و فضایل دیگر هم ناشی از همین اصل است. البته متوجه هستی که حالا هم همین جواب را میخواستم به تو بدهم، منتها این را هم علاوه میکنم که ما اصل خیر را کما هو حق نمیشناسیم و مادام که به آن پی نبریم علم ما درباره چیزهای دیگر هر قدر هم کامل باشد سودی نخواهد داشت. همچنان که اگر دارای همه چیز شویم ولی دستمان از خیر تهی باشد، مانند آن است که هیچ نداشته باشیم. آیا به گمان تو اگر انسان مالک همه چیز شود ولی از خیر بی نصیب باشد این ثمری دارد؟ یا اگر شخص همه علوم را درک کند ولی از معرفت اصل خیر و شناخت زیبایی و نیکی بازماند این سودی تواند داشت؟ گفت حقا که این ابدا سودی ندارد. گفتم البته این را می دانی که خیر در نظر عوام عبارت از درک خوشی هاست و در نظر خواص عبارت از معرفت. گفت همین طور است. گفتم دوست عزیز، همچنین می دانی که کسانی که این نظر دوم را دارند نمی توانند بیان کنند که معرفت چیست و سرانجام ناچار می شوند بگویند که منظور معرفت خیر است. گفت آری، این جواب خنده آوری است. گفتم آری خنده آوری است که اینان ما را سرزنش می کنند که نمی دانیم خیر چیست. آنگاه همین کلمه خیر را به کار می برند چنان که گویی ما معنی آن را می دانیم. یعنی می گویند منظور معرفت خیر است، گویی ما به مجرد شنیدن کلمه خیر مقصود آنان را درک توانیم کرد. گفت راست است. گفتم اما آنکه کسانی که خیر را عبارت از درک خوشی ها می دانند، اشتباه آنان نیز کمتر از دیگران نیست، زیرا آنها از اقرار به این حقیقت ناگزیرند که بعضی خوشی ها از نیکی دور است. آیا اینطور نیست؟ گفت چرا؟ گفتم پس اینان مجبورند تصدیق کنند که یک چیز را در این حال هم خوب می پندارند هم بد. گفت البته. گفتم پس اینجا معلوم می شود که بسیاری اشکالات سخت در این موضوع هست. گفت همینطور است. گفتم در مورد عدالت و شرافت بیشتر مردم به ظاهر اکتفا می کنند و از اینکه صورت ظاهر با حقیقت برابر نیست باکی ندارند، بلکه قصدشان این است که مطابق ظاهر آن صفات رفتار کنند و خود را صاحب آن محسنات جلوه دهند. و حالان که برعکس در مورد خیر احدی نیست که به ظاهر قناعت کند، بلکه در این مورد همه کس جویای حقیقت است و از ظاهر بیزار. آیا اینطور نیست؟ گفت همینطور است. گفتم بنابراین هر نفسی طالب خیر است و آن را هدف غایی اعمال خود قرار می‌دهد و فضیلت آن را درک می‌کند، منتها بیان که بتواند درباره چگونگی آن یقین حاصل کند و یا نسبت به آن همان اطمینانی را که نسبت به چیزهای دیگر دارد پیدا کند و به همین علت از فوایدی هم که آن چیزهای دیگر ممکن بود عاید او کنند باز می‌ماند. حال آیا سزاوار است اصلی که دارای یک چنین اهمیت و مرتبتی است بر زمامداران شهر که ما همه چیز خود را به آنان می‌سپاریم مجهول ماند؟
گفت ابدا. گفتم در هر حال به عقیده من کسی که رابطه صفات عدالت و زیبایی را با اصل خیر درک نکند، وی را نمیتوان حافظ آن صفات دانست. حدس من این است که تا انسان به این رابطه پی نبرد نمیتواند آن صفات را چنان که باید بشناسد. گفت حدس تو درست است. گفتم پس برای آنکه شهری که ما تأسیس میکنیم در منتهای درجه کمال باشد، باید نگاهبانانی بر آن بگماریم که دارای این علم باشد. گفت این به یقین لازم است. اما ای سقراط، بگو ببینم تو خود درباره خیر چه نظری داری؟ آیا آن را علم میدانی یا درک خوشی یا چیزی دیگر؟ گفتم آفرین بر تو، من مدتی بود احساس میکردم که تو در این مسائل به عقیده دیگران اکتفا نخواهی کرد. گفت ای سقراط، به نظر من درست نیست که شخص عقاید دیگران را بیان کند ولی از عقیده خود چیزی نگوید، آن هم نسبت به موضوعی که مدتها وقت صرف آن کرده باشد. گفتم مرحبا، آیا تو این را معقول می‌دانی که انسان درباره موضوعی که بر او مجهول است دعوای علم کند؟ گفت البته نمی‌گویم که وی باید در آن باب دعوای علم کند، ولی عقیده دارم که او باید آنچه را که نسبت به موضوع آن فکر می‌کند به عنوان رأی خیش اظهار کند. گفتم اما مگر این را درک نمی‌کنی که رأیی که متکی به علم نباشد هیچ ارزشی ندارد، بلکه رأی کوران است؟ آیا به نظر تو کسانی که بدون علم خود را صاحب رأی صائب می‌دانند از کورانی که می‌خواهند راه راست بروند بهترند؟ گفت نه، از آنها بهتر نیستند. گفتم مگر تو دیدن چیزهای نازیبا و کور و کج را بر شنیدن سخنهای زیبا و درخشان ترجیح می‌دهی؟ گفت ای سقراط، از تو تمنا می‌کنم که این مباحثه را ترک نکنی و چنین نپنداری که گفتگو به پایان رسیده است. ای کاش تو همانطور که عدالت و خیشتنداری و صفات دیگر را برای ما تعریف کردی، ماهیت خیر را هم تشریح می‌نمودی. گفتم عزیزم، من خود به روشن شدن این موضوع کمال علاقه را دارم، اما می ترسم که این کار از قوه من خارج باشد و اگر با علم به ناتوانی خود به این امر مبادرت ورزم مرا ریشخند کنند. اما ای دوستان ارجمند، بیایید اجالتاً از تحقیق در باب ماهیت اصل خیر صرف نظر کنیم، زیرا مقامی که من به تصور خود برای این اصل قائل هستم بالاتر از آن است که ما بتوانیم به آن برسیم. اما اگر شما مایل باشید درباره چیز دیگری که به نظر من در حکم فرزند اصل خیر است و منتهای شباهت را به آن دارد سخن گوییم، اگر رضایت دارید فبها، وگرنه بهتر است اساساً از این موضوع چشم بپوشیم. گفت نه، خوب است همین مطلب فرعی را برای ما بیان کنی، اما این دین به گردن تو خواهد ماند که وقت دیگری درباره اصل هم سخن گویی. گفتم ای کاش همکنون ممکن بود که من اصل این دین را بپردازم و شما هم آن را دریافت کنید و مجبور نباشید که به قبول فرع اکتفا کنید. در این را زیر نویس داره. کلمه یونانی که معنی فرع می‌دهد دارای معنی نتیجه و فرزند هم هست. باری اکنون بیایید و این نتیجه و ثمره اصل خیر را که به شما عرضه می دارم بپذیرید، اما ضمناً هوشیار باشید که من ندانسته حساب این فرق را بر شما مشتبه نسازم. گفتم ما تا حدی که مقدور است مراقب تو هستیم، مطمئن باش و مطلب خود را بیان کن. گفت اول لازم است مطلبی را که قبلا ضمن همین بحث و همچنین در با بسیاری مواقع دیگر بیان کرده ام به شما یادآوری کنم و در آن باب توافق نماییم. گفت آن چیست؟ گفتم ما از طرفی قائل به کثرت هستیم، یعنی میگوییم بسیاری چیزهای زیبا و بسیاری چیزهای نیکو و همچنین چیزهای دیگر از هر قبیل هست که هر کدام حد و تعریفی دارد. گفت البته. گفتم از طرف دیگر در مقابل هر یک از انواع کثرات یک وجود مجرد قائلیم، یعنی مجرد زیبا و مجرد نیکو و مجرد هر چیز دیگر که در عالم کثرات یافت می شود. اینها صور واحد و وجود مطلق آن کثراتند. گفت همینطور است. گفتم این را هم علاوه می کنم که کثرات مرئی هستند نه معقول، و حالان که صور علمیه معقولند نه مرئی. گفت درست است. گفتم ما دیدنی ها را به وسیله کدام قوه احساس می کنیم؟ گفت قوه باصره. گفتم همچنین اصوات را به وسیله قوه سامع احساس می کنیم و محسوسات دیگر را به وسیله حواس دیگر. آیا اینطور نیست؟ گفت همینطور است. گفتم آیا به این نکته توجه کرده ای که آن که حواس ما را آفریده درباره قوه باصره و موضوع آن بزرگترین اعجاز را به خرج داده است
گفت نه، این را درک نکرده بودم. گفتم اینک دقت کن، آیا قوه سامعه برای آن که شنوا شود و با صوت برای آن که شنیده شود محتاج به یک واسطه یا سومین چیز است که بی آن واسطه قوه سامعه از شنیدن عاجز ماند و صوت نیز شنیده نتواند شد؟ گفت نه اینطور نیست. گفتم به گمان من اغلب یا بلکه همه قوای دیگر هم از یک چنین واسطه بی نیاز هستند. آیا تو استثنایی بر این قاعده سراغ داری؟ گفت نه. گفتم اما به عقیده من قوه باصره و موضوع آن برعکس به یک چنین وسیله احتیاج دارد. آیا با من موافق هستی؟ گفت چرا؟ گفتم راست است که چشم دارای نیروی بینایی است و انسان می تواند به اراده خود از آن نیرو استفاده کند. راست است که اشیا دارای رنگ هستند. اما می دانی که اگر یک چیز سومی که به همین منظور یعنی حصول بینایی فراهم شده در میان نبود، نه چشم می دید و نه رنگ دیده می شد. گفت آن چیز کدام است؟ گفتم نام آن روشنایی است. گفت راست است. گفتم پس میان قوه باصره و محسوسات آن واسطه‌ای هست به مراتب شریفتر از واسطه‌ای که بین قوای دیگر و محسوسات آن ها وجود دارد، مگر آن که روشنایی را ناچیز بدانیم. گفت به هیچ وجه روشنایی را نمیتوان ناچیز شمرد. گفتم کدام یک از خداهای آسمان است که این واسطه را آفریده و با روشنایی خود به دیدگان ما نیروی هرچه تمامتر میبخشد که بتوانند دید و اشیا را هم مرئی می سازد؟ گفت همان خدایی که تو خوب می شناسی و همه کس دیگر هم می شناسد. بدیهی است که منظور تو خورشید است. گفتم آیا رابطه بینایی را با این خدا می توان به این طرز بیان کرد؟ گفت به کدام طرز؟ گفتم می توانیم بگوییم که بینایی عین خورشید نیست، عضوی هم که این قوه در آن پیدا می شود و آن را چشم خوانند آن هم خورشید نیست؟ گفت همینطور است. گفتم اما خیال میکنم در میان اعضایی که آلت احساس هستند چشم بیش از همه به خورشید شباهت داشته باشد. گفت آری، در این تردیدی نیست. گفتم قوه بینایی چشم از خورشید ناشی میشود، گویی مایه است که از آن سرچشمه جاری میگردد. آیا اینطور نیست؟ گفت چرا؟ گفتم مگر نه این است که خورشید که عین بینایی نبوده بلکه علت آن است خود نیز به وسیله همین بینایی مشاهده می شود. گفت چرا همینطور است؟ گفتم اکنون بدان که منظور از فرزند خیر همین خورشید است، زیرا خیر آن را به وجود آورده و شبیه خود ساخته است و مقام آن در عالم مبصرات نسبت به قوه باصره و محسوسات آن همان مقامی است که خیر در عالم معقولات نسبت به قوه عاقله و مدرکات آن دارد. گفت چطور؟ بهتر است این بیان خود را تکمیل کنی. گفتم میدانی که اگر کسی به چیزی نگاه کند که جلوه رنگ آن از چراغ شب سوز باشد و نه از روشنایی روز، چشمان وی آن را خوب نخواهد دید، بلکه مانند آن است که وی تقریبا کور شده باشد و دیدگانش روشنبینی خود را از دست داده باشند. گفت آری. گفتم اما اگر چشمهای او به چیزی متوجه شوند که به نور خورشید روشنی یافته باشد، آنگاه به خوبی خواهند دید، یعنی پاک بین می شوند و حالان که همان چشمانند. آیا چنین نیست؟ گفت بیشک همین است. گفتم اکنون درباره نفس هم از همین قرار فکر کن، یعنی چنین بیندیش که اگر نفس انسان به چیزی توجه کند که به نور حقیقت و وجود روشنی یافته باشد، بیدرنگ آن را درک خواهد کرد و خواهد شناخت و قوه ادراک آن ظاهر خواهد شد. اما اگر به چیزی توجه کند که آمیخته به تاریکی و وابسته جهان کون و فساد باشد، درباره آن به جای علم فقط وهم می تواند داشت، یعنی بینایی آن تیره می شود و چنان دستخوش تردید می گردد که گویی قوه عاقله خود را از دست داده است. گفت همینطور است. گفتم این را به یقین بدان که آن چیزی که بر معلومات ما نور حقیقت می افکند و به نفس ما قوه ادراک عطا می کند همان اصل خیر است و علم و حقیقت قابل ادراک نیست مگر به مدد همین اصل، و شک نیست که هر قدر این دو یعنی علم و حقیقت زیبا باشند، خیر چیز دیگری است و از آنها زیباتر و همچنان که در عالم مبصرات
درست است که بگوییم روشنایی و بینایی شبیه به خورشیدند، ولی خطا است که آنها را عین خورشید بدانیم. همچنان در عالم معقولات نیست درست است که بگوییم علم و حقیقت شبیه به خیر هستند، اما خطا است که آنها را عین خیر بدانیم، زیرا کیفیت و مقام خیر به مراتب ارجمندتر است. گفت اگر تو خیر را منشأ علم و حقیقت و زیباتر از آن دو می‌دانی، پس الحق برای آن زیبایی غیر قابل وصفی قائل هستی و مسلماً منظور تو از خیر چیزی غیر از خوشی و لذت است. گفتم البته منظور من غیر از آن است. اگر بیشتر دقت کنی موضوع را بدین طرز که بیان می‌کنم درک خواهی کرد. گفت طرز بیان تو چیست؟ گفتم گمان می‌کنم این را تصدیق کنی که چیزهایی که دیده می‌شوند نه تنها خاصیت دیده شدن را از خورشید کسب می‌کنند، بلکه تولید و رشد و تغذیه آنها هم از خورشید است، بیان که خورشید عین این چیزها باشد. گفت آری. گفتم به همین طریق باید تصدیق کنی که چیزهایی هم که شناخته می شوند نه فقط خاصیت شناخته شدن را از اصل خیر کسب می کنند، بلکه علاوه بر آن وجود و ماهیت آنها نیز از خیر است. با آنکه خیر عین وجود نیست، بلکه از حیث عظمت و قدرت به مراتب بالاتر از آن است. آنگاه گلاکون با لحن شوخ گفت ای خدای خورشید، زهی بلندی پایه تو. گفتم تقصیر از توست، زیرا مرا وادار کردی که عقیده خود را در این باب بیان کنم. گفت اکنون دیگر نباید به همین اکتفا کنی، بلکه لااقل باید موضوع تشبیه به خورشید را تکمیل نمایی. شاید نکته‌ای را که در این باب فروگذار کرده باشی. گفتم شکی نیست که من حق بسیاری نکات را ادا نکردم. گفت اکنون باید هزار نکته را بیان کنی ولو جزئی باشد. گفتم بیمان دارم که باز هم بسیاری نکات بماند، اما کوشش خواهم کرد که تا حدی که اکنون امکان داشته باشد چیزی را فروگذار نکنم. گفت آری، هیچ چیز را باقی مگذار. گفتم پس خوب توجه کن که از این دو چیز که موضوع بحث ما است، ما یکی را حاکم بر نوع معقول و عالم معقولات و دیگری را حاکم بر عالم مبصرات دانستیم. ملاحظه می کنی که من گفتم حاکم بر مبصرات و نه حاکم بر آسمان، تا تو خیال نکنی که من از شباهت کلمات استفاده ناروا می کنم. حال آیا درست درک نمودی که ما دو مقوله داریم، یکی مبصرات و یکی معقولات؟ گفت آری. در اینجا زیر نویس داریم. در زبان یونانی کلمه آسمان و کلمه مبصرات به یکدیگر بسیار شبیه هستند. تأکید سقراط بر آن است که از این جهت اشتباهی رخ ندهد. ادامه. گفتم حالا خطی را فرض کن که به دو قسمت نامساوی تقسیم شده باشد. آنگاه هر یک از آن قسمت‌ها را هم به همان تناسب دوباره قطع کن و چنین تصور کن که یک قسمت نماینده مبصرات است و قسمت دیگر نماینده معقولات. این قسمت‌ها نماینده مفاهیمی هستند و از مشاهده آنها روشنی و تاریکی نسبی مفاهیم معلوم می‌گردد. جزء اول قسمت مبصرات عبارت از تصاویر است. منظور من از تصاویر در مقام اول همانا سایه و سبس شبهی است که در آب و روی سطح اجسام کدر و صاف و شفاف دیده می شود و چیزهای دیگر از همین قبیل. آیا موضوع را درک می کنی؟ در اینجا باز زیر نویس داره. خط مفروض را می توان به صورت زیر رسم کرد. در اینجا یک جدولی هست به صورت افقی نوشته شده، دانستنی ها و درجات آگاهی. به صورت عمودی نوشته عالم معقولات و عالم محسوسات. در قسمت دانستنی ها صور علمیه مجرد، در عالم معقولات میشه صور علمیه که درک آن محتاج واسطه است، مانند اصول ریاضی. در درجات آگاهی علم یا ادراک، عالم معقولات میشه استدلال که به اینها میگن مقوله عقل. در قسمت دوم عالم محسوسات، عین محسوسات شبه و سایه محسوسات عقیده و در درجات آگاهی عقیده حدس که میشه مقوله گمان. ادامه مطلب. گفت آری درک میکنم. گفتم جزء دوم عبارت از اعیانی است که تصویر آن در جزء اول مشاهده مینماییم، یعنی انواع موجودات زنده و نباتات و آثار طبیعت و صنعت.
گفت این را هم درک کردم. گفتم درباره تقسیمی که قائل شدیم از لحاظ تمیز سباب از خطا میتوان چنان گفت که نسبت تصویر به اصل همانا نسبت حدس است به علم. آیا این را قبول میکنی؟ گفت البته. گفتم حالا باید دید که اجزای قسمت معقولات کدامند؟ گفت کدامند؟ گفتم در جزء اول این قسمت نفس انسانی به ناچار جستجوی خود را از فرضیات آغاز می کند، به این معنی که اعیانی را که در تقسیم سابق اصل خواندیم تصویر تلقی می کند و با استفاده از آنها راهی را می پیماید که انتهای آن وصول به مبدأ نیست بلکه اخذ نتیجه از فرضیات است. و حالا که در جزء دوم نفس انسان از فرضیه به مبدأ مطلق میرسد که فارغ از فرضیات است و در این قسمت برخلاف قسمت سابق احتیاجی به تصاویر اشیاء نیست، زیرا جستجوی نفس تنها به کمک صور عقلانی صورت میپذیرد. گفت این بیان تو را خوب نفهمیدم. گفتم بسیار خوب، تکرار می کنم این دفعه با آنچه قبلا گفته ایم فهم مطلب آسانتر خواهد بود. گمان می کنم تو این را بدانی که آنهایی که به تحصیل هندسه و حساب و علوم دیگر از این قبیل می پردازند چیزهایی به اقتضای موضوع تحقیق در خود فرض می نمایند، مانند اعداد طاق و جفت و اشکال هندسی و زوایای سگانه و قص الهازا. سپس این فرضیات را در اعداد اصول مسلمه تلقی می کنند و نه خود نه دیگران را محتاج به توضیحی در این باب نمی دانند، زیرا چنین می پندارند که این مسائل به خودی خود برای هر انسانی روشن است. باری آنها از این فرضیات آغاز می کنند و مرحله مرحله پیش می روند تا آنگاه که از راه استنتاج منطقی به موضوع تحقیق خیش برسند. گفت آری این را می دانم. گفتم پس این را هم باید بدانی که اینان وقتی اشکال مرئی را به کار می‌برند و درباره آنها استدلال می‌کنند، موضوع فکرشان خود این اشکال نیست بلکه چیزهای دیگری است که این اشکال تصویر آن است. مثلا وقتی درباره مربع و وتر استدلال می‌کنند، مقصودشان آن مربع و وتر مخصوصی که خود رسم کرده اند نیست بلکه مطلق و مجرد آن اشکال است. البته اشکالی که اینان می‌سازند و رسم می‌کنند چیزهایی است که سایه می‌اند و در آب منعکس می شوند، ولی اینها استفاده تصویری از آن می کنند، یعنی آنها را وسیله می دانند که به کمک آن می توان به صور عالم حقیقت که تنها به قوه عاقله درک می شود پی برد. گفت راست است. گفتم منظور من از طبقه اول معقولات همین بود، اما چنان که گفتیم نفس انسانی برای درک این طبقه از معقولات مجبور است فرضیاتی را به کار برد و به مبدأ نمی رسد، زیرا از فرضیه تجاوز نمی توان کرد بلکه از تصاویری استمداد می نماید و آن همان اشیایی است که شبه آن در یک طبقه پایین تر یافت می شود. البته این تصاویر نسبت به آن اشباح روشنتر و واضحتر است و علاهازا بر آن رجحان و برتری دارد. گفت فهمیدم. این بیان تو ناظر به تحقیقات هندسی و علوم دیگر از این قبیل است. گفتم اینک ملاحظه کن که منظور من از طبقه دوم معقولات چیست و آن معقولاتی است که عقل صرفاً به یاری قوه مناظره درک می کند. در اینجا عقل فرضیه را به جای اصل تلقی نمی نماید بلکه همان که هست می داند، یعنی متذکر است که فرضیات فقط مدارج و تکیگاهی هستند که در راه صعود به اصل کل باید از آن استمداد کرد، اما آن اصل دیگر فرضیه نمی پذیرد و آنگاه که عقل بدان مبدأ واصل گردید سیر نزولی آغاز می کند، یعنی به آنچه که از آن اصل ناشی گردیده توسل می جوید تا سیر نزولی خود را به پایان رساند. اینجا عقل از هیچ وسیله محسوسی استمداد نمی جوید بلکه سیر آن عبارت است از نزول از یک صورت مجرد به صورت مجرد دیگر و انتهای سیر نیز همان صبر و مثل است. گفت فهمیدم، اما نه به طور کافی، زیرا به نظر من این مبحث دشواری است. آنچه من درک کردم از این قرار است تو میخواهی ثابت نمایی که علمی که انسان به مدد قوه مناظره به وجود و معقولات پیدا میکند روشنتر از علمی است که از راه فنون و هنرها به دست میآید، زیرا فنون فرضیاتی را به جای اصل تلقی میکنند و هرچند آنان که این فنون را فرا میگیرند ناچار از عقل استمداد مینمایند و نه از حواس. مذالک از آنجا که تحقیق اینان ناظر به اصل نیست بلکه متکی به فرضیات است، به نظر تو اینها در پژوهش خود
متمسک به عقل صرف نمی باشند و حالان که ادراک موضوع فقط از طریق توجه به اصل ممکن است، به نظر من تو دانشی که علمای هندسه و سایر علمای نظیر آنها کسب می کنند ادراک و علم تلقی نمی کنی، بلکه آگاهی نظری می دانی و آگاهی نظری را واسطه میان حدس و ادراک می پنداری. گفتم بسیار خوب فهمیدی. اکنون این چهار جزئی را که قائل شدیم با چهار عمل نفس انسانی تطبیق کن. به این طریق ادراک را با عالی ترین جزء منطبق کن، استدلال را با جزء دوم، عقیده را با جزء سوم، حدس و گمان را با جزء آخر، سپس درجه تقدم و تأخر آنها را به نسبت میزان روشنی آنها که البته فرع نزدیکی به حقیقت است تعیین کن. گفت فهمیدم و همان ترتیبی را که تو پیشنهاد نمودی میپذیرم. صفحه 389 و پایان کتاب ششم.